خدا ناباورانی که نهیلیس نیستن پوچنگار نیستن یعنی از خوشبینی وجودی برخوردارن ناگاساوا ادعا میکنه که با مسئله وجودی شر سیستماتیک مواجهن یعنی اونها هم یه خوشبینی وجودی دارن از اون طرف یه شر سیستماتیکی تو این عالم هست ناگفته پیداست که خدا باورم مواجهه با این مسئله اما ناگاساوا میگه در اینجا خدا باور دست بالا رو در حل مسئله داره چرا چون امکانات هستی شناختی که خدا باور داره بیشتره آقا فرض کنیم خوشبینی من تناقض حتی فرض کنیم که بدبینی عقلانی تر باشد این به این معنی نیست که خدا باوری بهتر از خدا باوری به این معنی فقط که خدا باوری میتونه به من انگیزه اشتباه بده مگه باورهای غلط به من نمیتونن منو امیدوار بگه شما دروغ بگید به یک آدمی به امیدوار بشه به هستی خوشبین بشه به هستی به این معنی نیست که اون دروغ راسته ما اینجا بحثمون بحث بحست حقیقته بحثمون نیست بحست که کدوم مدل حال ما رو بهتر میکنه هر سلام دارم خدمت مخاطبان گرامی جناب آقای میردامادی جناب امیری خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتیم خب بحث اتفاقاتی مثل جنگ و سیل و زلزله و چه مواردی که طبیعی چه مواردی که بالاخره زایده اراده بشرن هر وقت اتفاق میافته مسئله شر رو پیش میکشه و یه مجموعه ای از سوالات و پرسش ها و مباحث که به نظر میرسه مباحث انتظایی هستن اینها رو بالاخره پاشون رو میاره داخل گفتگوهای روزمره افراد و البته آدم هم در موردشون خیلی دقدقه نشون میدن ما این گفتگو رو در خدمت شما هستیم برای اینکه اول از همه بررسی بکنیم که چرا این موقع ها بحث از شر خدا باوری خدا خودش رو نشون میده و البته این موضوع چه اثراتی و چه نتایجی برای هر دو گروه خدا و خدا باوران داره البته توی این گفتگو میخوایم تمرکز بکنیم روی اون سمتی از بحث که شاید خیلی بهش پرداخته نشده یا کمتر پرداخته شده اونم از زاویه تبیین ها و تحلیل هاییه که خدا ناباوران میتونن توی این مسئله ارائه بکنن چون بالاخره بحث شر همیشه در ارتباط بوده با اینکه چقدر خدا باوری میتونه یه زمینه مناسبی باشه برای تبیین این موضوع معمولا در تعارض دیده شده با همه توانی، همه دانی، حکمت الهی، خیرخواهی الهی و به نظر میرسه که اون جهت دیگر رو اگر ما مد نظر قرار بدیم بتونه بحث رو کمک بکنه به عبارت بهتر خدا ناباوران چقدر توانمند هستند در توضیح مسئله شر اگر موافقین جای میردامادی با شما آغاز بکنیم هم یه قدری اهمیت این بحث انتظایی در زمانی که بالاخره جانهای انزمامی درگیره Uh, یکم اینو تبیین بفرمایید uh, یه تعریفی از شر حتما uh, پیوست بیانتون باشه و اینکه uh, وارد بحث هم بشیم که uh, چجوری میشه بحث شر رو uh, به نوعی علیه خدا ناباوری از موضع شما صورت بندی کرد و چه پاسخهایی میتونن بدن یا نمیتونن بدن در خدمت شما هستیم جای میردامدی خواهش میکنم با سلام و درود خیلی خوشوقتم که در خدمت شما آقای احمدی و همچنین با سلام به دوست قدیمی و عزیزم به ریای گرامی ابتدا این رو بگم که به طور طبیعی این پرسش ممکنه پیش بیاد و شما هم به درستی پرسیدید که در این دورانی که بر حال ما در ایران با بسا مسائل پیچیده و بحران ها و یا به تعبیر تحلیلگرها با ابر بحران ها مواجهیم و در منطقه همینطور از جنگ روسیه و اوکراین گرفته از حمله اسرائیل علیه غزه گرفته و مانند اونها پرداختن به مسائل به ظاهر انتظایی مثل خداباوری و خداناباوری چه اهمیتی داره مخصوصا اینکه مسائل به نظر میشه که حل هم نمیشه من پاسخی که میتونم بدم به این پرسش مهم و این دقدقه بجا این است که واقعیت همینه که مسئله خدا مسئله انتظایی نیست بلکه جنبه های ملموس بسیاری داره و با دقدقه های بنیادین تعداد پرشماری از آدم های گوشت و پوست و خوندار پیوند تنگاتنگ داره اکثر ساکنان زمین نه فقط در گذشته بلکه همچنان اکنون خدا و چون خدا باورها مجموعا فرزند آوری بیشتری پیش بینی میشه که تعداد کسانی که در محیط های خدا باورانه زاده و بزرگ میشن در یک قرن آینده حتی بیشتر میشه البته از طرف دیگه تعداد کسانی که خودشون رو در بزرگساری با دین خاصی پیوند نمیزنن هم البته در حال گسترشه حالا با دین خاص پیوند نمیزنن ولی ممکنه خدا باور باشن یا نباشن یا خودشون معنوی بدونن یا ندونن مثلا نظرسنجی مرکز معتبر پیو در امریکا میگه که در این کشور به سال 2021 این نظرسنجی انجام شده در امریکا 63 درصد مردم خودشون رو مسیحی معرفی میکنن حالا ممکن نظر برسید این عدد بالاییه ولی تنها یک دهه قبل این عدد 75 درصد بوده یعنی اگر با همین روند در امریکا پیش بره طی یک دهه یک, ده یک ده و نیمه آینده مس... کسانی که خودشون رو مسیحی میدونن دیگه در اکثریت نخواهند بود در امریکا این نشون میده که به حال بیش از گذشته ما نیازمند گفتگو میان خدا باوران و خدا باوران خدا باوران و خدا ناباوران و میان دین باوران و دین ناباوران هستیم از این گذشته حساسیت ها روی خدا باوران و خدا و دین باوران و دین ناباوران به ویژه در محیط های مذهبی و به ویژه در ایران که حکومت مدعی حکومت دینیه بالاتره به حال گفتگو یک خدا و یک خدا ایرانی در محیط محترمانه به زبان فارسی برای مخاطبان داخل ایران میتونه الگوی گفتگو در مورد اختلاف نظرهای جرف باشه به حال ما الان اختلاف نظر جرف داریم من و ویریا بیش از یک ده و نیمه که با هم دوستیم نه دوستی مجازی فقط بلکه دوستی رو در روح هم بارها خصوصی و عمومی با هم راجع به همین بحث ها گفتگو کردیم قاعدتا مطلوب این بود که من و وریا میتونستیم بیایم تهران روی مبلای راحت همون مرکز شما با اون شیشه های بلند قشنگش گفتگو کنیم ولی حالا فعلا به دلیل مختلف در عمل ما تبعیدی شدیم و این کار ممکن نیست متاسفانه ولی امیدوارم این گفتگو و گفتگوهای مشابهی که شما دارید انجام میدید و من بعضیش دنبال کردم زمینه بشه برای برساختن ایران آرمانی ایران آرمانی ایران برای همه ایرانیاست از هر باور و مسلک و سبک زیست و قومیتی از مسلمان و کلیمی و ارمنی و بهایی گرفته تا یارسان و اهل سنت و ترک و بلوچ و کرد و بسا سبک های زیست دیگه از هم جنسگرا و دگر جنس به این اساس بحث ما هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی با آینده ای ایران ربط تنگاتنگ داره و به طور خاص کاملا در راستای تلاش برای برساختن ایران و آزاد با آباد آینده است ایرانی که چند فرهنگراست ایرانی که قرار نیست یه ده بشن ایرانی که قرار همه در عین رایت حقوق دیگران در کنار هم زندگی کنن و در یک کلام تلاشی برای برساختن ایرانی برای همه ایرانی هم. اما اینکه پرسیدید که, پرسی که خب حالا چی هست این مسئله شر تا بعد برسیم به اون نسخه خاصی از مسئله شر که من مایلم علیه خدا ناباوری اقامه کنم من خیلی خلاصه بگم مسئله شر به طور خلاصه اینه که بیایید از یک طرف فرض کنیم که یک خدایی وجود داره که این صفاتو داره یک قادر ما همطور که شما هم در مقدمتون جناب آقای احمدی اشاره کردید خدایی رو فرض کنیم که یک قادر مطلق یعنی همه توانه هر کاری که منطقا ممکنه میتونه دو عالم مطلق همدان هر چیزی که دانستنش منطقا ممکنه میتونه بدونه و خیرخواه محصه یعنی جز خوبی نمیخواد و به هیچ عنوان بدی نمیخواد بدخواه نیست خب پس این یه فرض یه خدایی با این صفات سگانه حداقل وجود داره البته بسا صفات دیگه ولی به طور خاص این سه صفت حالا از طرف دیگه فرض کنید که شر هم وجود داره یعنی وضعیت های نامطلوب چه شر طبیعی مثل سیل و زلزله و چه شر اخلاقی مثل قارت و تعرض و استبداد حالا فرض اینه که اگر قادر مطلقی باشه یعنی همه کارا رو میتونه بکنه پس شروع رو میتونه از بین ببره میتونه کاری کنه سیل نه یا زلزله نه یا هیچ کس دزدی و قارت و استبداد اینا اگر عالم مطلق همه چی رو میدونه قاعدتا میدونه که این همه شروع در عالم وجود و اگر خیرخواه محض یعنی جز خوبی نمیخواد و هیچ هیچگاه بدی رو نمیخواد میخواد که شروع از بین بره چون این خیر دیگه شر یعنی امر بد و خیر یعنی که جز خوبی نخواهیم به این اساس اگه شر وجود داره خدا وجود نداره و اگر خدا وجود داره شر وجود نداره مقدمه بعدی این است که شر وجود داره پس خدا وجود نداره این اینا روی هم میشه مسئله شر خب نکته بعدی اینه که صرف نظر از اینی که مسئله شر چقدر برای خدا باوری چالش برانگیز باشه اینو دیگه میتونیم بحث کنیم من و وریا فکر کنم حدود دو سال قبل با هم یه مناظره مفصلی کردیم اون در واقع مسئله شر برای خدا باورا بود این جلسه قرار مسئله شر برای خدا ناباورا باشه در اونجا مفصل بحث کردیم امروز هم اگر لازم باشه با هم باز هم سخن خواهیم بود ولی حالا چقدر برای خدا باوری چالش برانگیزه میتونیم راجع بهش حرف بزنیم اما بر حال نکته که وجود داره اینه که مسئله شر از یونان باستان تا همین اواخر یعنی 2500 سال تنها مسئله علیه خدا باورا بوده اما در سال 2018 میلادی یک فیلسوف بریتانیایی ژاپنی تبار به نام یوجین ناگاساوا یه مقاله جذابی نوشت به نام مسئله شر برای خدا ناباوران و در یک کتابی با عنوان مسئله شر گفتگو میان هشت دیدگاه که انشاات آکسفورد همونطور که ارز کردن در 2018 چاپ کرد این مقاله سال 2020 یعنی حدود چهار سال قبل به فارسی هم ترجمه شد ترجمه حمیدرزا یزدانی در دین آنلاین در این مقاله خواندنی و اثرگذار ناگاساوا استدلال کرد که میشه نسخه از مسئله شر ارائه کرد که هم علیه خدا باورا مطرح بشه و هم علی خدا ناباورا منتها اگر علی خدا خدا باورا مطرح بشه چیز عجیبی 2500 ساله که مطرح شده اون چیزی که عجیب و بدی بود در نسخه ناگاساوا از مسئله شری بود که او نسخه از او به دست داد که علیه خدا ناباوران میتونه مطرح بشه این ادعای اولش بود که در نوع خودش بدی و جذاب بود حتی ادعاش از این بالاتر بود و ادعا کرد که نه فقط یه نسخه از مسئله شر وجود داره که علیه هم خدا باورا و هم خدا تر میشه بلکه باراتر از اون خدا باوران وضع متافیزیکی بهتری برای پاسخ به مسئله شر داره حالا من خیلی خلاصه استدلال رو میگم و شنوای نکات شما و همچنین وریاجان هستم خلاصه استدلال ناگاساوا اینه که یک نسخه مطرح میکنه که همطور که عرض هم به خدا چالش درست میکنه براشون هم خدا ناوره و اسم اون نسخه رو میذاره مسئله وجودی شر سیستماتیک شر فراگیر و نهادینی اون میگه که مسئله شروع مسائل موردی نیست که بگیم مثلا اینجا سیل میاد اونجا زلزله میاد اونجا آتش فشان میشه اونجا مثلا یه استبدادی میشه اونجا قارت میشه اونجا حمله میکنه اونجا اشغال میشه اینا موارد موردی اینا شر هست ولی اون شر جدی و چالشی وجود داره شر سیستماتیک یعنی گویی کل جهان به شکل سیستماتیک طوری بنا شده که شر آفرینه بعد توضیح میده فرند فرگشتی رو یا فرند تکامل یا تطور رو که چگونه اصلا بقای این جهان بر شرور عظیم سیستماتیک گونه بسا گونه هایی که منقدس شدن بسا گونه هایی که رنج بسیار کشیدن برای اینکه جهان ادامه پیدا کنه و به لحاظ انسانی هم همینطوری یعنی حال اون گروه هایی که قوی ترن میمونن یعنی این شر که دون جان وجود داره سیستماتیکه این مقدمه اول پس شر سیستماتیک مقدمه دوم نگاساوا اینه که میگه که با وجود همه این رنج ها و شروری که وجود داره بسیاری از افراد خوشبینی وجودی دارن یعنی معتقدن علا رقم همین رنج ها و شرور جهان جای است جهان جای است و از وجود داشتنشون خوشنودن و حتی سپاسگزارن و نکته جالبتر این که بسیاری از خدا ناباوران هم خوشبینی وجود دارند. قاعدتا میدونیم که بخشی از خدا ناباوران پوچنگارن نهیلیستن اما به هیچ عنوان اینطوری نیست که همه خدا ناباوران نهیلیست باشن بسیاری از خدا ناباوران نمیتونم بگم اکثرشون اقلیتشون من آماری ندارم اما بسیاری از خدا ناباوران نیستن پوچنگار نیستن یعنی اونها خوشبینی وجودی رو دارن ناگاساوا حتی نقل قول های از اشر داکینز میاره که او خوشبینی وجودی رو داره و از اینکه زاده شده و از اینکه وجود داره خوشحاله و حتی قدر دین قدردان سپاسگزار حالا سپاسگزار نسبت به چی میتونه راجبش بهش حرف بزنه حال خدا ناباورانی که نهیلیست نیستن پوچنگار نیستن یعنی از خوشبینی وجودی برخوردارن ناگاساوا ادعا میکنه که با مسئله وجودی شر سیستماتیک مواجهن یعنی اونها هم یه خوشبینی وجودی دارن از اون طرف یه شر سیستماتیکی تو این عالم هست ناگفته پیداست که خدا باورم مواجهه با این مسئله اما ناگاساوا میگه در اینجا خدا باور دست بالا رو در حل مسئله داره چرا چون امکانات هستی شناختی که خدا باور داره بیشتره چرا چون خدا ناباورها معمولا طبیعی باورن نچرالیستن یعنی معتقدن که بر جهان تنها قوانین طبیعی قوانین فیزیکی شیمیایی و زیست شناختی حاکمه و امور فراتبی یعنی اموری که از جنس قوانین فیزیکی شیمیایی و زیست شناختی نیستن و قابل فروکاست مونام نیستن وجود نداره فقط طبیعت فقط ماده و انرژی طبیعی باور یعنی نچرالیست به این معنا هستی شناسی تنگی داره یعنی امکانات متافیزیکیش برای پاسخ به مسئله وجودی شر سیستماتیک کافی نیست اما خدا باوران عموماً فرا طبیعی باورن سوپر نشایستن میگن جهان در امور طبیعی محدود نمیشه بلکه این جهان یه پس پشتی دارد صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی و اون امر فرا طبیعی یه امکانات حسی شناختی بهتری بهشون میده برای پاسخ به مسئله شر این بود خلاصه ای از مسئله شر برای خدا باورن بسیار خوب جناب امیری سلام مجدد عرض میکنم خدمتون ممنون این فرصت رو در اختیار ما گذاشتین مایلم مجدد هم پرسش از اهمیت این موضوع رو با شما در میون بذارم و شما نکاتتون رو بفرمایید طبیعتاً یه تعریفی از مسئله شهر و نکاتی که جناب میردامادی تلاش کردن یه صورتبندی رو علیه نوعی از خدا ناباوری که یه امید هستی شناختی هم البته داره اقامه بکنن نکات شما رو بشنویم خواهش میکنم به درود خدمت شما سلام و درود خدمت یاسر می ببخشید ببخشید معذرت میخوام سلام و درود خدمت شما خدمت دوست عزیزم یاسر میردامادی عزیز و همه دوستانی که ما رو میشنون خیلی خوشحالم که این جلسات داره برقرار میشه اینا خیلی جلسات مفیدی میتونه باشه و هر دو طرف واقعا میتونن از هم بهره ببرن و اندیشه های همدیگه رو بشنون واقعا مفید این جلسات امیدوارم که همونطور که یاسر عزیز گفت در آینده بشه و در ایران این اتفاقا خیلی گسترده تر بیفته واقعا در باب تعریف شرمن تقریبا با آنچه که یاسر جان گفتن موافقم فقط این رو بگم که یه, یه در ذره دقت بکنیم تعریف کردن شر به معنی باور داشتن به شر نیست یعنی من این رو اول بگم که فکر کنم توی استدلال ناکازابا مورد استفاده قرار به گونه ای گرفته ببینید اگر فرض بگیریم که ما شر رو فکر می‌کنم یاسر موافق باشه که بگیم آقا تجربیات دردناک از کشنده آزاردهنده به طور کل منفی که موجوداتی که می توانند تجربه کنند تجربه گرها میتونن تجربه های بد داشته باشن و دردناک میتونن تجربه های خوب داشته باشن و دلخواه و, 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 و مثبت و لذت جویانه. حالا هر چه کس میشه اون تجربیات بد رو بگیم به دو دست هم تقسیمش کنیم بگیم درد و رنج تقسیمش بکنیم بگیم رنج یک مدل روانیشه درد یک مدل فیزیکیشه حالا دیگه اون موقع میشه تقسیم بندی کرد که انواع و اقسام تجربات ذهنی روحی داریم که بده مثل تجربه قم، نمیدونم ترس تشویش فلاکت رنج اینها حالات روانیشن و به تج... و شن مثلا میشه شما وقتی درد بدنی دارید وقتی توان انجام دادن یه سری کارا رو ندارید ناتوانی های فیزیکی دارید یا به طور جدی مثلا درد دارید اون میشه بهش بگیم به اینها بگیم تجربه درد و رنج و بگیم شر به گونه ای ارتباط داره با همچین تجربه هایی یعنی اگر این تجربه ها در هستی نباشه شری هم نیست من فکر میکنم تا اینجاش با هم موافقیم البته یک چیزی رو باید در نظر گرفت که آیا من به عنوان یک خدانا باور یا خیلی های دیگر وقتی میگیم شر منظورمون شر است که دین باوران میگویند که در این جهان خیر و شر وجود دارد یا اینکه نه داریم میگیم آقا ما یک تجربه های بدی داریم از هستی و این تجربه های بد از هستی رو نمیخواهیم حالا شما اگر اسمش رو میذارید شر عیبی ندارد ولی ما داریم در درون بازی شطرنجی که شما تعریف کردید با شما بازی میکنیم یعنی مشخصا خودم رو میگم من به شر باور ندارم من به وجود شر باور ندارم من به, به وجود تجربیات بد باور دارم یعنی وقتی میگم که وقتی می میگم شر من ممکنه بگم که یک لحظاتی که این لحظات رو نمیخوام ولی به این معنا نیست که معتقدم یک شر ذاتی در جهان وجود داره خب ولی میتونم با یک تئیست بحث بکنم حالا اینجا میشه صحبت کرد که آیا منظور تئیست منظور خدا باور از شر اون شری که در, جه در, در جهان ایولیه که در جهان یا به قول کاتولیکا ایو وان یا اون اهریمن یا اون شیطان این دوتا با هم فرق میکنن مواظب به اینم باید باشیم که بخش بزرگی از خدا باوران وقتی میگن شر منظورشون شیطانه اون جمله معروف دعای, دعای لودز پری بهش میگن که میگه deliver us from evil ما رو از شر رهایی بخش فکر میکنم سد لیبرا نوس امالو به لاتین میشه خیلی جمله معروفیه که میگه ما رو از و وان از او از اون پلیدی اهریمن رهایی ببخش که خب تو این حالت یه کسانی مثل فیلسوفانی مثل اوگاستین و اینها اومدن سعی کردن شر رو یک جوری تعریف کنن که یه وقت حالت ادیان زرتشتی مانوی به خودش نگیره اون طرفی نره برای همین گفتن شر یعنی مثلا نبود خدا شر یعنی خود ترس خود یک یک چیزا اینطوری اومدن تعریفش بکنن خب حالا این رو اینو من گفتم در تعریف شر و دو دستم شده شر اخلاقی شر طبیعی که شر طبیعی اون درد و رنجی که در طبیعت وجود داره شر اخلاقی اون شریست که انسان ایجاد میکنه درسته اینجا الان ناکازافا یک حالت جدید یک یک پرانتزی هم باز کرده این شر طبیعی رو یک بخشش رو تبدیل کرده به اون شری که در مثلا پروسه طبیعت هست مثل زلزله میاد سیل میاد سائقه میاد اینجور چیزها یک مدلش هم شر فرگشتی تعریف کرده که بازم بخشی از در پروسه طبیعت یعنی این مدلی که حیوان ها و در طبیعت هم دیگر رو میخورن تیکه پاره میکنن میکشن شکنجه میدن که بعضی وقتا بچه‌های هم دیگه رو زنده زنده میخورن در حالی که حیوان دیگری زنده است از درونش موجود دیگری داره او رو میخوره موجوداتی که میرن توی چشم هم دیگه توی مغز هم دیگه تخم میگذرن نمیدونم حیواناتی که جلوی چشمشون کودکشون خورده میشه و هیچ کاری از دستشون بر نمیاد این شهری که هر هر لحظه ای که ما داریم صحبت می این شر داره اتفاق میفته سال 2020 گفتن یک آتش سوزی شد در استرالیا یک چیزی حدود گفتن یادم نیست ده هزار یا 100 یادم نیست کوالا فقط مردن حالا شما حساب بکنید این آتش سوزی در چند روز در یک از استرالیا در یک روز در یک سال و یک بخش کوچکی از سال حالا شما اضافهش بکنید به کل جهان اضافهش بکنید به کل سال اضافهش بکنید به ده سال تبدیلش بکنید به صد سال به یک میلیون سال به صد میلیون سال اون موقع حجم شری که وجود داره فقط در اثر آتش سوزی رو اون موقع متوجه میشید این میشه شر طبیعی که در هستی هست خب ناکازاوا روی این تا حدی داره دست میذاره نه فقط آتش سوزی بلکه میگه آقا در جهان طبیعت حیوان ها به صورت فرگشتی هم دیگر رو میخورن از هم استفاده میکنن و در دورنج در هم ایجاد میکنن حالا با وجود همچین حالتی با وجود اینکه همچین شری در جهان وجود داره چرا یه کسی مثل دوکینز باید بیاد بگه آقا من خوشبین هستم به هستی چرا چرا باید همچین چیزی رو بگه و چگونه می شود که یک ایفیست بیاد ادعا بکنه که آقا من برای بودن در این جهان هنوز امید به زندگی دارم من چند تا ایراد تو این آرگومنت هست حالا یکیشو اول میگیرم و بعد به اون یکیاش بپردازیم او، یک فیلسوفی هست به نام گایکهین خیلی خوب این رو خلاصه بندی کرده من از مدلی که گایکهین استفاده از تقسیم و طبقه بندی او استفاده میکنم یک چیزی رو میگه evolutionary evil یا ای ای اسمشو میذاری... شر فرگشتی یه چیزی رو میگه existential optimism ای اسمشو میذاره یا این خوشبینی به زندگی خوشبینی به زندگی خب ناگازاوا میگه آقا وقتی شر فرگشتی یا ای ای وجود داشته باشه ما ای او رو نمیتونیم داشته باشیم ما نمیتونیم خوشبین باشیم به هستی اگر اینطوری باشه غلطه ما خلاف عقل رفتیم جلو یعنی در حقیقت میگه آقا یک تاریخ فرگشتی شر زیادی داره دو میگه اگر بی خدایی یا خدا ناباوری درست باشد چیزی فراتر از جهان مادی وجود نداره جهان دیگری نیست پس اگر خدا ناباوری صادق باشه این خوشبینی که ما به جهان داریم نادرسته چون جهان در کل که خوب نیست پس اگر خدا ناباوری درست باشه ما نگرش خوشبینانه به جهان نمیتونیم داشته باشیم پس ما نباید از وجودمون تو جهان خوشحال باشیم نباید قدردان باشیم خب و اگر اینطوری بریم جلو در حقیقت داریم چی میگیم داریم میگیم که آقا خدا ناباورانی که خوشبینن به این جهان غیر منطقیه این رو داره میگه آقای کاهین که خب همین رو میشه بهش ایراد گرفت که آقا چرا خدا ناباورانی که خوشبین هستند به جهان اه، اه، چیز بی عقل هستند چرا چون میتونن استدلال برن بگن آقا من خودم میتونم تجربه مثبت از هستی داشته باشم و میتونم تجربه دیگران رو از هستی مثبت 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 تر بکنم و میتونم این رو داشته باشم که وجود من در این جهان میتونه از شر جهان کم کنه برای همین من خوش خوشبینم ولی حتی اگر اون خدا ناباور اندکی موضعش غیر موجه باشه به این معنی نیست که خدا ناباوری غیر موجه و غلطه این اولین ایرادیه که میشه پیش میشه گرفت چند تا ایراد دیگه میشه گرفت حالا من یکی دیگه هم بگم اگر یاسر پاسخی داشت که همین رو بحث کنیم اگر نبریم سراغ ایرادهای دیگری که میشه گرفت آره اگر این ما بتونیم ایراد دوم جمع بندی بکنیم بریم برای آیه آمادی و دوباره برگردیم ایراد اول که خلاصش این بود که آقا اگر حتی خدا ناباورانی که خوشبین هستند به این جهان غیر منطقی به این معنی نیست که خدا ناباوری غلطه به این معنی که خدا ناباوری خود به خود نهیلیزم رو نتیجه میده که من باور ندارم همچین چیز رو نتیجه میده فوقش اینو داریم میگیم که خدا ناباوری میشه نهیلیزم باشه ولی به این معنی نیست که خدا ناباوری غلطه این به این معنی نیست نکته دوم اگر این گونه باشه که خدا یعنی خدا دستشون پرتر باشه ما این رو باید در نظر بگیریم که وعده ای که به خدا باوران داده شده توی زمان این وعده داده شده یک بحثی هست بهش میگن در حقیقت تایم بایس یا این سوگیری زمانی جدیدن در موردش خیلی فیلسوفا دارن می نویسن اتفاقا اشکار مهرشان عزیزم تو مقالش به این اشاره کرده خیلی جالبه یعنی اینکه آقا ما به نظرمون شر آینده یا لذت آینده یک تفاوتی داره با اون که تو گذشته است اگر تو گذشته یک درد زیادی کشیدیم نسبت به اون ممکن اونقدر حساس نباشیم ولی در آینده حتی درد کمتری اگر قرار بکشیم نسبت به اون حساسیم یا العکس. یعنی ما یک بایسی داریم نسبت به گذشته و آینده و انگار که جناب آقای ناگازوا داره به ما میگه آقا شر گذشته نداره در آینده اگر به شما بهشت رو وعده میدن مشکلی نیست و این باز یک یک اشکال دیگه پیش میاد اینکه که آقا ما در آینده با یک جهنم بی‌نهایت طرفیم به هیچ عنوان به این معنی نیست که شر آینده کمتر شما یک بی‌نهایت داری به نام بهشت از خوبی یک بی‌نهایت داری به نام جهنم از بدی به یک بی‌نهایت خدایی ما باش طرفیم که یک بی‌نهایت شر خلق کرده به این معنی نیست که آینده از گذشته بهتره من تا اینجا سخنمو نگه دارم و بعد جای میردامادی به نظر میرسه که تاکید های امیری حداقل توی ایراده اول برای نکته استوار بود که استدلال بیان شده بیش از این که مشکلی رو در خود خدا, خدا بخواد ایجاد بکنه در پیوند خدا ناباوری با یه نوع خوشبینی هستیش ناختی ایجاد میکنه یعنی بیشتر خوشبینی هستیش شناختی رو داره مورد حسابات قرار میده ناظر به این نکته و نکات دیگه ممنون میشم رو بفهمید بله خیلی ممنونم از بریا جان برای نکات در خورد رنگی که گفت من از اینجا شروع کنم که بریا جان شما گفتی و البته پیشتر هم در صحبت همون گفته بودی و اینکه خودت به باور نداری و این این مسئله رو پدید میاره که پس اصلا مسئله شر بر تو مطرح نمیشه نه علیه خدا باوران و نه علیه خدا باوران شما این مسئله شری نبود که ای خدا باوران شما به شر باور دارین خود شما هم به خدا باور دارین این دوتا با هم نمیخونه فقط این نبود میتونست این باشه یه نسخه ضعیفتر شده ایش ببینید نسخه قویترش این بود که مای خدا ناباور یه سری شروری تو این عالم میبینیم پس این خدای شما که هست این شروع رو چطور توضیح میده در نسخه قرینه شر اون آهویی که در جنگلی زر که آتش گرفته چون مثال آتش رو تو هم زدی زر زر میسوخت استدلالی که اقامی شد این که خود این وضعیت که یک آهو بچه بیگناه زیبایی ذره ذره بسوزه و جان بده این خودش شره و این اگر خدا ناباوری مثل تو بگوید که شر وجود نداره و این اساس در نمی که اصلا چگونه مسئله شر میتونه براش مطرح باشه چه علیه خدا باوران و چه احیانا بخواد پاسخ بده به ببخشید من یه سوال جایده. اینجا بپرسم آیا امیری شما استدلال مسئله شر علیه خدا باوری رو بهش باور دارین دقیقا ببینید یه مجموعه ای از استدلال هاست مسئله شر فقط یه چی نیست من میتونم چند مدل ایراد بگیرم میتونم بگم آقا خدایی که اخلاقی باشد یه سری کارا رو نمیکنه این یه مدل ایراده من اون وقت بعد بگم نیکو بعد چیز آیا خدا خیر محض است یا خدا خیر محض نیست از خدای خیر محض چگونه بعضی از افعال رخ میده یه مدل دیگه مدلیه که الان یاسر هم اشاره کرد مدلی که مدل اوییدنشال شما مدل چارلز مدل مدلی که دریپر فیلسوف انگلیسی بیانش میکنه بگم که ما بگیم آقا با وجود اینکه طبیعت نسبت به ما بی تفاوته ما داریم میبینیم که طبیعت نسبت به رنج ما بی تفاوته طبیعت گرایی بهتر توضیح میده تفاوتی طبیعت رو نسبت به درد و رنج ما یعنی اگر یک خدای، یک خدایی می بود که با هدفی خلق کرده بود ما انتظار جهان دیگری رو میکشیدیم و, و, اون انتظار رو نمی کشیم و هر دو اینها رو و ثانیا در پاسخ به نکته اصلی اینو بگم من هنوز تو زمین بازی یاسر دارم بازی تو زمین بازی خدا خدا باوران دارم بازی میکنم من که میگم من همین جهان همین جهان پر از درد و تا انتظار میکشم جهان دیگری انتظار انتظار نمیکشم ولی خدا باوران انتظار دارن جهان تو شر نباشه پس میگیم هست پس من هنوز میتونم این را رو بگیرم مهم نیست که خودم به شر باور ندارم بله ببخشید میان کلام جوابیدی. شما میردامادی احساس کردم که لازمه که بالاخره روشن بفرمایید ببینید من همچنان متوجه نمیشم که اگر که ما به خیر و شر باور نداشتیم چون اگر شما به شر باور نداشته باشید نگاه به خیر هم باور ندارید چون شر در واقع فقدان خیره اگر کسی به خیر و شر باور نداشته باشه چگونه میتواند مسئله شر رو اقامه کنه چون مسئله شر یک مسئله ارزش شناختی است یعنی یک سری امور ارزشی تو این عالم تحقق نیافته اگه خدا باشه اون وضعیت های ارزشی رو تحقق میده پس خدا نیست و همچنان برای من این پرسش گشوده است همون نسخه هم که تو اراده اقامه کردی بریا جان که میگی که در واقع این بی تفاوتی جهان رو چجوری میتونیم تبیین کنیم اصلا چرا بی تفاوتی مهمه در صورتی تو میتونی استدلال اقامه کنی که بگی بی تفاوتی طبیعت شر است آنگاه این شر رو من با بی خدایی یا طبیعی باوری یا به قول تو ها طبیعت گرایی بهتر میتونم توضیح بدم تا فرا طبیعی باوری بر اساس پای داوری ارزشی و به خاص خیر و شر لاجرم وسطه و من دست کم اکنون هیچ تصوری ندارم از اینکه تو اگر این داوری خیر و شر رو کنار بذاری چگونه اصلا میتونی مسئله شر رو اقامه کنی چه علیه خدا باورا چه علیه احیانا پاسخ بدی به نسخه که علیه خدا ناباوری اقامه میشه این نکته اول خوشحال میشم ازت بشنوم در نوبت خودت اما نکته دیگه که از گای کاهن گفتی در واقع یه بار دیگه من بگم ناگاساوا میگه که خدا و از, از طریق پاسخ به این نکته که پاسخ بدم سخن آقای احمدی رو که بله ناگاساوا در اون مقاله استدلالی علیه همه انواع خدا ناباوری اقامه نمیکنه و این نکته مهمی است یعنی میگه که یعنی اگر یک خدا ناباوری پوچ انگار باشه نهیلیست باشه آشکارا یعنی گردن بگیره و خوشبینی وجودی نداشته باشه اشکال ناگاساوا به اون خدا ناباور وارد نیست اشکال دیگه ای وارد ها یعنی نهیریزم بلح... نه تنها به لحاظ فلسفی قابل دفاع نیست بلکه به لحاظ سیاسی اجتماعی هم ایده خطرناک یعنی جامعه ای که پر از آدم های پوچ انگار باشه اون احتمالا دموکراسی توش تبدیل خواهد شد به پوپولیزم و تخریبگری و پدیده خطرناک خواهد بود علاوه بر همه اشکال فلسفی بهش وارده ولی الان اصلا بحث ما نقد نهیلیزم نیست بحث ما سر سازگاری درونی خدا ناباوری است که نهیلیست نیست ادعای ناگاساوا اینه آن خدا ناباوری که خوشبینی وجودی داره یعنی پوچنگار نیست با یه چالش جدی مواجهه و اون اینه که شر رو در جهان شر سیستماتیک رو در جهان چجوری توضیح میده بحث سر سازگاری درونی بحث سر نیست که نهیلیزم خوب است یا بد است این نکته اول که در واقع تقریر دوباره سخن ناگاساوا اما پاسخ اولی که وریای عزیز اقامه کرد این بود که در واقع کاری که کرد با،, با, ارجاع به گای کاهن آمد اون بندی که بین ای ای و ای او ناگاساوا برقرار کرد برید ای, ای چی بود؟ ایولوشنری Evil در واقع شر تکاملی شر سیستماتیک و بعد یه پیوندی یه ناسازگاری برقرار می شد در فکر خدا ناباور میان باورش به شر سیستماتیک و باورش به existential optimism یا خوشبینی وجودی این میگفت این دوتا تو نظام فکری خداناوار با هم نمیخونه کاری که کاهن میکنه و وریام هم انجام بده اینجا این بود که بگه نه این دوتا هیچ پیوندی با هم ندارن من میتونم همچنان قائل به این باشم که جهان دارای یه شهر سیستماتیکه اولا خوشبینی وجودی خودم رو داشته باشم ولی خوشبینی, خود خوشبینی وجودی خودم رو در واقع در در حالات روانی خودم و در کنش های شخصیم پیوند بزنم نه با در واقع هستی شناسی بگم به تعبیری که من یادداشت کردم از سخن وریا میتونم تجربه مثبت از حسی داشته باشم ببینید وقتی میگه تجربه مثبت داشته باشم یعنی اون خوشبینی وجود رو پیوند میزنه به حالت روانشناختیش و وجود من از شر جهان بکاهه و اون خوشبینی وجودش رو پیوند میزنه با کنش ارادی و اختیاریش اما ببینید تمام این در واقع تمام نکته ناگاساوا این بود که این پی این خوشبینی وجودی از حالت روانشناختی و کنش فردی شخص فراتر میره تبدیل میشه به یک نگاهی به هستی یعنی هستی رو زیبا میبینن هستی رو دارای خیر میبینن پاره از خدا, خدا ناباوران و در این حال میبینن که در این هستی سر شر سیستماتیک هم،, هم وجود داره بر این اساس انگاری در واقع هستی شناسی یا متافیزیکشون دوپاره میشه و در مواجهه با این دوپارگی شما نمیتونید فقط اون رو در واقع ریدیوز کنید فرو بکنید با حالات روانشناختی خودتون یا اون رو فرو بکایید به کنش عملیتون نیاز دارید که در واقع یه هستی شناسی جامعی وصبیاره مگر یکی که ما به هستی شناسی نیاز نداریم میتونیم تا زندگی کنیم تمام این پرسش هستی شناختی رو در تعلیق بذاریم خب این اتفاق نیفتاده دیگه یعنی اشکال ناگاساوا اینه که حتی ایتئیستی که خدا ناباوری که طبیعی باور نچرالیستی که انگار میخواد همه این های متافیزیکی کنار بذاره در واقع متافیزیکش دوپاره میشه هستی دو تیکه میشه و گرفتار تنش درونی میشه و برای حل اون نیاز به امکاناتی داره که چون نچرالیسته و چون در واقع هستی شناسیش تخته مدور نیست نمیتونه امکاناتی داشته باشه برای پاسخ به اون اما پاسخ دومی که داد وریا با اشاره به گایکهن به نظر من اشکال جدی تریه یعنی هم که هن اون اشکال رو به نظر من جدیتر تقریر میکنه و هم وریا اون رو به نظر من جدیتر تقریر کرد و اون این است که خب ببینید اون در واقع حمله یه. چون اشکال اولش دفاعی بود اشکال دومش حمله است میگه خیلی خوب جناب خدا باور شما مگه نگفتی که من وضع متافیزیکیم بهتره خب تای متافیزیک بهتره چیه میخوای بگی که مثلا خدا در قیامت جبران میکنه دیگه چون بالاخره چون تو سوپر میگه خدایی هست و عادل است و حکیم است و قیامت هر کی بد بود چوب میزنه هر کی خوب بود پاداش میده اینا خب این همطور که وریا توضیح داد یه بایاس یه سوگیری ناظر به آینده میاره یعنی در تمام تاریخ که نمیدونیم که یه یا اگه فقط یه تاریخ باشه چون مطابقه متافیزیک بارها جهان نابود شده و از دوباره خداوند انسان رو آفریده ولی حالا فرض کنید ما اون متافیزیک چرخشی رو هم نداریم یه متافیزیک یه باره داریم یه بار انسان رو خدا وجود آورده خب بعد اینا در طول تاریخ رنج کشیدن در واقع در آینده میخواد جواب بده این یه در واقع بایاسی نسبت به آینده داره من دو تا نکته میگم این مثلا اشکال جدی تریه من دو تا نکته رو امیدوارم بتونم خیلی کوتاه بگم یعنی وقتی کوتاه میگم ممکن حق مطلب ادا نشه نکته اول اینه که در تجربیات شخصیمون هم ما مواجه شدیم با موقعیت هایی که جبران در آینده میتونه تأثیر گذار باشه ببینید فرض کنید کسی سالها زحمت کشیده در مثلا فرض کنید بره مثلا هاروارد و استنفورد مثلا پذیرش بگیره بورس بگیره خب سالها هیچ مهمونی نرفته هیچ کاری نکرده هیچ بسیار از لذایس و کنار گذاشته بسیار از سختی ها و پولاش رو جمع کرده بتونه نمیدونم هزینه ثبت نام بده مانند اینا بعد که اونجا فرض کنید پذیرش و بورس میگیره در واقع انگار تمام اون رنج ها جبران شده. به انساس تجربیات شخصی ما هم نشون میده که جبران در آینده در مواردی کاملا میتونه اون شروع گذشته رو پاسخ بده و جبران کنه بر این سوگیری بیدلیل نسبت به آینده نیست بلکه میتونیم از تجربه شخصی خودمون به سود اون دلیل بیاریم اما بیایید اصلا چوبه رو قوی بگیریم به قول قدما و بگیم که خب هر چیزی که تو متافیزیک ما جبران اون با آینده واگذار میشه قابل دفاع نیست ببینید خدا باورات تنها امکان متافیزیکیشون این نیست که آینده ای هست و در اون پاسخ داده میشه اگر تنها این بود و اگر اشکال شما به سوگیری آینده وارد بود آنگاه در واقع به نظر میشید که وضع خدا باورا بهتر نمیشد مساوی میشد توجه کنید استدلال شما ای کار کنه وریا نشون نمیده که مسئله شر به خدا ناباورا وارد نیست اشکال دومت پاسخ دومت اگه پاسخ دومت کار کنه نشون میده که دوباره چون انگار بود کفه ترازو یک جوری بود تو اشکال ناگاساوا که انگار خدا ناباوره یه پله دستشون افتاد پایین خدا باوره بهتر بود شما دوباره مثلا یه سنگ گذاشتی دوباره این کفه شاهین ترازو مساوی شد خب ولی نکته دوم من اینه که بحث خدا باورا اینه که میگن همون آنی که اون شر داره رخ میدهد طرح و نقشه الهی در میان است که همون لحظه اون رو معنادار میکنه یعنی امکانات میتافیزیکشون فقط ناظر به آینده نیست در همون لحظه از اون امکانات میتونن برای معنا اون استفاده کنن یه مثالی بزنم ببینید دو تا دو تا متکدی رو در نظر بگیرید متکدی شماره یک واقعا متکدیه متکدی شماره دو یک جاسوسه که خودشو در حالت در لباس متکدی در آورده متکدی که جاسوسه ولی خودشو در لباس متکدی در ای چنین فردی اصلا رنجی نمیبره از متکدی بودن چون میدونی که پشت این تکدیش یه هدفی خوابیده و همون و به صورت اگه با چشم سر کنه هر دو لباسای ژنده ای دارن البته الان که متکدی ها شیک کنن الان گزارش اومده بود که رو مثلا روزی چند میلیون در تهران در میره با هواپیما از اصفهان اونا منظورم نیست متکدی کلاسیکو دارم میگم لباسای ژنده داره و مثلا یک عرض کنم که کیسه داره که توش فول اون به لحاظ ظاهری اینطوریه ولی چون اون جاسوس یه معنایی داره پس پشته همون چیزی که الان یعنی اصلا جاسوس لازم نیست به آینده ارجا بده که ما بالاخره میریم همه خائنا رو میگیریم نه همون لحظه کارش معنا داره چرا چون کاری پس پشت اون در واقع جولیدگی و اون تکدی ظاهریش وجود داره بر اساس پاسخ من پاسخ دوم این است که امکانات متافیزیکی خداباور برای پاسخ به شر وجودی سیستماتیک بسا بیشتر از ارجاع با آینده است و ارجاع به آینده هم لزوما اون سوگیری منفی رو نداره بلکه در مواردی تجربیات شخصی ما در زندگیون هم نشون میتونه بده که آینده میتونه واقعا شر گذشته رو جبران کنه بسیار خب جان امیری به نظر میرسه که سه تا نکته در میون بود من اگه بخوام یه خلاصه بکنم هم در خصوص داوری ارزشی شما در مورد خیر و شر در جهان نکته دوم در مورد این مورد آخری که فرمودن این که امکانات متافیزیکی خدا باوران به چه شکل هست و نکته ای هم که در میان بیان کردن در خصوص اون بحران درونی و دوپاره شدن به عبارتی متافیزیک خدا ناباوران این رو ارجا به امر درونی و یا افعال ارادی و شخصی رو ناکافی دونستن ممنون میشم نکاتتون بفرمایید خواهش میکنم اه ممنون. اه من اه آه ممنون من ببخشید مذارت میخوام مرسی ممنون من من اولی رو پاسخ بدم در باب توضیح شهر ببینید اشکال یاسر اینه که آقا تویی که باور نداری به شر اگر درست فهمیده باشم ش... پس اصلا چطور میتونی در باب نیکوبت ن... 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 صحبت کنی در باب این صحبت کنی که چرا بعضی از افعال خداوند غیر اخلاقی یا اخلاقی درست فهمیدم تا اینجا رو یعنی ا... اصلا چرا در باب اخلاق دارم صحبت میکنم درسته؟ خیلی خلاصه بگم اون نسخه از مسئله شر که نسخه رایجه و میگه خو اگه خدایی هست ما این همه شرور تو زندگی میبینیم پس اونا چی میشه اون نسخه رو نمیتونی اقامه کنی چرا میتونی اون نسخه دیگر اقامه کنی که بگی خود شما خدا باورا معتقد این شر وجود داره خود شما خدا باوران میگین خدا وجود داره باورای خودتون با خودتون اصلا من کار ندارم اونو میتونه اقامه کنی اونم خب اونم پاسخش ساده تر خواهد بود که خود اون خدا باورا میگن ما که به شر باور داریم خود ما باور داریم که این شر پشتش خیلی هست یعنی اون خیلی پاسخش ساده تره اون نسخه از مسئله شر جدی تره که بگه من خدا ناباور شروری تو این عالم میبینم تو خدا باور بیا پاسخ بده آیا امیری اگر فهمشتون از من برم جو... خب من ممنون خیلی ممنون من از اینجا شروع کنم اه... که ببینید وقتی من میگم به شر باور ندارم من به یک intrinsic evil که یک خدایی وجود دارد که از این خدا خیر بیرون تابیده و حالا یا شر بیرون تابیده یا شر رو انسان خلق کرده یا حالا هر چی که من اصلا باور نمیتونم باور کنم که خدایی باشد خیر مطلق باشه و از درون این خدا شر بیاد درون به قول لای ماخر میگفت آقا اصلا نشدنیه که ما فکر بکنیم یک خدایی که خیر مطلقه بتونه فرشتگانی خلق کنه که این فرشتگان کارهایی بکنن که این کارها در شره اصلا خلق خلقت شیطان یعنی خلقت شر یعنی آگاهانه خلقت شر و اصلا حالا وارد این بحث لای ماخر نمیخوام ولی از این رد بشی من دارم من هیچ مشکلی با این ندارم که بگم یک نوعی از تجربیات ما از هستی تجربیات خوب و خواستنی یعنی یا نیست تجربیات بدن اگر خدا باور اسمشو میذاره شر من مشکلی ندارم منم من بهش میگم بدی شر هر چه کس میشه گذاشت ولی باور به این ندارم که بدون انسان شر وجود خواهد داشت بدون تجربه گر شر وجود میخوام میگم یک نسبتی داره با تجربه گرها پس از منظر طبیعت گرایی شر یعنی چی یعنی اون چی که باعث میشه یه تجربهگر تجربه گر تجربه بدی داشته باشه حالا اون موقع من وقتی میرم سراغ برهان شهر دارم میگم آقا خدایی که اون بالا ناظر است یا نسبت به شهر بی تفاوته یعنی اگر مشکل لاجیکال منطقی قضیه شهر رو بخوام بیان بکنم اینجوری بیانش میکنم یه ذره با مدل مدل اپیکوریش رو بیان نمیکنم میگم آقا یا این خدا اه چون اونو با مثلا با اراده آزاد و اینها پلانتینگ ها سعی کردن جوابی بدن ولی این مدلش به نظر من پاسخی نداره من میگم یا این خدا با اراده خلق کرده یا بی اراده خلق کرده این که شکی از این دوتا نیست اگر بی اراده خلق کرده پس این خدا بخشی از طبیعته بخشی از اتفاقاتی که در هستی میفته بخشی از پروسه هستیه ارادی پشتش نیست دیگه اصلا مهم نیست بقیش یک جهان به یک حالتی بوده به حالت دیگه تبدیل شده همین تئوریایی که الان الان کوانتوم لوپ گراویتی رو دارن سعی میکنن توضیحش بدن درسته خب این که ایچی. اگر با اراده خلق کرده آیا این خدا میتونست خلق نکنه یا نمیتونست این سوال مهمه اگر نمیتوانست خلق نکند مجبور بود که خلق بکنه بعد خودش تصمیم گرفت یک چیزی رو خلق بکنه اون موقع ما باید بگیم خیلی خوب پس این خدا بگونه یا نیازمند به خلق بود یا چاره ای به جز خلق نداشت حالا حرفی که دستی و اینا همون مسیر میرن میگن این عنصری بود که شروع به تابش کرد نمیتونست نتابه خب اگر به این مسیر بریم و بگیم خدا نمیتونست خلق نکنه من مشکلی ندارم میگیم آقا در توانش نبود که نتونه از خودش اینو بیرون بتابه حالا که بیرون تابید هم خیر تابید هم شر بیرون تابید ولی اگر بگیم خدا با اراده خلق کرد و می توانست خلق نکنه این خیلی مهمه که این آیه خدا میتونست خلق کنه یا نمیتونه میتونست خلق نکنه یا نه این توان رو داشت که خلق نکنه اگر بگیم این توان رو داشت که خلق نکرد که خلق نکنه اون موقع میگیم خدایی که لازم نبود خلق بکنه و توان خلق کردن نکردن رو هم داشت چرا تصمیم گرفت خلق بکنه و از طریق و خلقتی که به نظر میاد نمیتونسته شرطوش نباشه چون اگر خدا خوب باشه و بتونه خلق, ب... بتونه خلق نکنه ولی خلق میکنه این نکته مهمیه حتما باید بهترین جهانی که ممکن رو خلق کنه البته یاسر ممکنه بگه نه تو این طیف بهتر و بدتر یه جایی اون وسط ها یکی رو انتخاب کرده یه جهان از این بهتر هم یه ذره میشه من با این استدلال مخالفم حالا میشه بعد صحبت کنیم من میگم چاره ای نداره بجز اینکه بهترینی که میشود رو خلق کنه نمیتونه بگه از اینم بهتر میشد ولی من اینو خلق نکردم خب حالا که پس همچین کاری کرده از آدم ها استفاده ابزاری کرد یعنی یکی از قوانین مهم اقلانیت اخلاقی رو زیر پا گذاشت یعنی از عده برای بهتر شدن عده دیگری استفاده کرده عده رو در قرآن ما داریم آقای عده ست اثر رو بهشون ثروت داده اینها فساد کردن بعد کل قوم رو مجازات کرده مثلا در کتاب مقدس هم هست یا اینکه آقا ادعی رو از قبل میگه از اول برای جهنم آفریدی یا اینکه عده رو خود به خود گمراه میکنه حتی اینا رو هم بذاریم کنار یعنی میگه یه عده ای باید گناه بکنن عذاب بدن شر بکنن که یک عده دیگری ببالند بپرورند همون تئودیسه معروف سول میکینگ یعنی عده دیگری بهتر بشن پس از عده برای عده دیگری استفاده ابزاری شده و خدا میدونه که یک عده تو جهنم ساهند افتاد از اول میدونه که عده تو جهنم میفته پس از اول با خبر بوده که یک عده محکوم به جهنم هستند. حالا بگذاریم که من باور ندارم که خدایی که آینده رو میداند و در حالتی که من فکر میکنم بلاک یونیورس درسته نمیشه با شوخی کرد که آینده اوردی وجود داره خدا نمیتونه بگونه ای ما رو با اراده آزاد خلق بکنی که ما آینده رو رقم بزنیم آینده خود به خود رقم خورده است این هم یه بحث دیگه است ف... پس نکته من اینه که یک تناقضی ایجاد میشه که خدای خیر نمیتوانه این حالت منطقی لاجیکالشه این... به این حالت حالت اوییدنشالش و حالت قرینه ایش چیه؟ من میگم در حالتی که داریم میبینیم طبیعتگرایی داره میگه انتظار من هست هستی یک جای پر دردیست است یک جای پر آشوبی است یک جای پر از رنج و بدبختی است چون طبیعتگرایی داره میگه آقا قصد و نیتی پشت این داستان نبوده کسی از اول ننشسته با یک نیت خیلی خلق کرده باشه طبیعت داره به گونه خودش میره جلو پس من انتظار میکشم که طبیعت پر از درد و رنج باشه خب پس طبیعتگرا راحت اینجا میگه من حالا چه کنم من اینجا میشینم دا 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 این تقسیم آقای ملکیار من خیلی خوشم بیاد. میگه آقا زندگی خوب خوش ارزشمند میگه من اینو بریم به این, این سمتش که زندگی خوب داشته باشم لذت ببرم اخلاقی باشه باشه خوش باشه لذت ببرم خوب باشه اخلاقی باشه و ارزشمند باشه بودن من در این جهان جهان رو به جای بهتری تبدیل کنه این کافیه این میتونه معنادار بکنه زندگی یک طبیعت و خوشبین باشه به جهان بگه آقا بودن من در این جهان جهان رو جای بهتری میکنه این کافیه که من خوشبین باشم چرا مشکلش چیه خب پس د د د د د ولی ولی بین این دوتا مدل تو جهانی که تو شرح هست و قرار یک خدا باور به من میگه یک خدای قادر عالم خوش نیتی این جهان رو خلق کرده اون موقع من باید ببینم با وجود این جهانی که دارم چجور ب... ب... ت... نظام فکری رو د... انتظار میکشم با همچین جهانی که دارم طبیعتگرایی به نظر میاد بهتر درسته یا خدا باوری و ایراد اصلی اینه که من به نظر میاد طبیعتگرایی بهتر مدل میکنه حالا آقای چیز داره چی میگه آقای, آقای... 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 آقای ناکازاوا چی داره میگه به جای این که به نظر من بیاد بگه آقا ما در جهان به جای اینکه بیاد یعنی من فکر میکنم موضع شر هر کاریش بکنیم قضیه حالت دفاعی داره برای یک خدا چون یک خدا باور باید بیاد بتون بتونه بتون توضیح بده که من با تعریفی که از خدا دارم که خدای خیره باید بتونم موجهش بکنم که چگونه از خیر شر بیرون میتابه حالا بجاش آقای ناکازاوا چی داره میگه اتفاقا اون قسمت اول که یاسر گفت خیلی اراده خوبی نیست من فکر میکنم اراده خوبی ناکازاوا میگه آقا شما خدا باور اصلا چرا خوشبینی اینو داره میگه در حقیقت یعنی میگه خوشبینی تو یک تناقضه آقا فرض کنیم خوشبینی من تناقض حتی فرض کنیم که بدبینی عقلانی تر باشد این به این معنی نیست که خدا باوری بهتر از خدا باوری به این معنی فقط که خدا باوری میتونه به من نیت خ... خوا... نیت غلط ببخشید انگیزه اشتباه بده مگه باورهای غلط به من نمیتونن من امیدوار باشه اون نمیتونید دروغ بگید به یک آدمی به این آدم امیدوار بشه به هستی خوشبین بشه به هستی به این معنی نیست که اون دروغ راسته ما اینجا بحثمون بحث بحثم حقیقته بحثمون بحثم بحثم نیست که کدوم مدل حال ما رو بهتر میکنه من تا همینجا نگهش دارم ببخشید آیه میدامادی من یه سوالی بپرسم از خدمتون به نظر میرسه اگر ما مسئله شر رو یعنی این تعریف رو از شر انتخاب کنیم که در واقع یه رنج کوره یه رنجیه که دلیلی پس پشتش نیست و به نظر میرسه این اولاً به یه امید هستی شناختی ضربه وارد میکنه مخصوصا اگه اون شر سیستماتیک هم باشه یعنی بگیم که اصلا گذران این جهان و تحول این جهان بر مبنای این رنجهای بدون هدفه و بعد از این که این امید هستی شناختی آسیب دید طبیعتا یه خداباور که احتمالا خداباوریش در شکل امید هستی شناختی بروز پیدا کرده چهار مشکل میشه نا خدا ناباوری که به همچین چیزی هم یعنی یه امید هستی شناختی داشته باشه یه امید متافیزیکی داشته باشه اونم آسیب میبینه یعنی این این صورتبندی از مسئله شر هر دو طرف رو مورد آسیب قرار میده شبیه به هم چون شما تو توضیحی هم که در خصوص ابزارها و امکانات یه متافیزیک خدا باور داشتین در واقع خواستین این کور بودن رو از مسئله یه. یعنی به عنوان یک امکان یه خدا باور میتونه بگه شر کور نیست یه رنجیه که ممکنه یه اهدافی پس پشتش داشته باشه خب این ما دوباره بر نمیگردیم به همون شکل قدیمی مسئله شر یعنی شر علیه خدا باوری در واقع خدا باوری به عنوان صورتی از امید هستی شناختی به جهان بله قبل اینکه یاسه جواب بدم فقط یادآوری کنم من این رو درست توضیح ندادم که اگر کسی نهیلیست باشه این اشکال بهش باشه چون من فکر اینجا ناگازاوا اشتباه میکنه در مورد کاگنتیویسم اشتباه میکنه ولی من این رو بعد توضیح میدم ببخشید فقط گفتم که یادم هست من فقط یادم رفت بگم چون بلایی میدم در ببینید ادعای ناگازاوا این است که هم خوشبینی وجودی خداباور هم خوشبینی وجودی خدا ناباور در مواجهه با شر سیستماتیک آسیب میبینه خب یعنی نقطه شروعش اینه که از هر دو طرف نه اینه که هر خدا ناباوری خوشبینی وجودی داره ها یعنی اصلا اشکال ناقاس... ناکاساوا به هیچ عنوان نهیلیزم رو نقد نمیکنه اون فقط میخواد سازگاری درونی سیستم خدا باور و خدا ناباور رو نقد کنه بگه مسئله شر سیستماتیک هم حمله ایست علیه سازگاری درونی نظام فکری خدا هم حمله ایس علیه سازگاری درونی نظام فکری خدا ناباور منتها نکتهش اینه که میگه امکاناتی رو که خدا باور داره که اون ناسازگاری درونی رو رفع کنه و دوباره او رو سازگار کنه بیشتره چرا چون به یه خدایی که قادر است و عالم است و حکیم است معتقده میتونه بگه فرای اون چیزی که به نظر ما شرور میاد میتونه دلایلی وجود داشته باشه که خدا رو موجه کنه یعنی هم او خیرخواه بمونه هم عالم بمونه هم قادر بمونه و هم شروری یا امر ظاهرا شروری هم وجود داشته باشن اما این امکان برای خدا فراهم نیست چون در واقع متافیزیک اون تخته فقط به امور طبیعی فقط به ماده و انرژی و به قوانین فیزیکی و زیست شناختی و شیمی باور داره یه سوالی من ما اینجوری بهتر نیست بگیم که استدلال ایشون در واقع اینه که همون پاسخ متعارف به مسئله شر از دیدگاه یک خدا که تو ابزارهای متافیزیکی داری برای اینکه این رنج و رنج کور ندونی و همچنان در برابر یک خدا ناباور امیدوار داره این نکته هم اشاره میکنه که تو هم باید حواست باشه که به خاطر این استدلال شر امیدوار باقی نمونی یعنی به نظرم چیزی بیش از این نیست تا اینکه ما بخوایم بگیم که یه اشکالی داره به خدا ناباور در پیوندش با امید هستی شناختی ایجاد میکنه همینی که, همینی که خدا باور میتونه به خدا ناباور بگه که خدا ناباوری که نهیلیس نیستی خدا ناباوری که خوشبینی وجودی داری مسئله شر فقط مسئله علیه من نیست مسئله علیه نظام فکری تو هم هست مقدمه اول که اینو میتونه بگه و نکته دوم بتونه نشون بده که امکانات متافیزیکی بیشتری داره حتی اگر نتونه یک بار برای همیشه مسئله شر رو حل کنه همین که بتونه نشون بده امکانات متافیزیکی بیشتری داره نکته دوم اونگاه نشون داده که یا خداباوری متافیزیک معقول است از متافیزیک خدا ناباورانه یا اینکه نشون داده به بق... ب... ب... اندازه هم معقوله به این دو نسبت آره در مواجهه با مسئله شر نسخه ناگاساگا نشون میده که یا خدا باوری متافیزیک معقول تریس از خدا ناباوری یا به یک اندازه معقول خب میشه من اجازه میشه من تا دیگه بگم آها آه، برید اگه میخواد جواب بدی من, فقط این نمیخوام جواب بدم فقط میخوام اینو تو سوال بپرسم تو جواب بدی چرا از آرگومنت ناگازاوا این در میاد به نظر تو که خدا باوری تو موضع بالاتری قرار میگیره چون به ما امید میده چون به ما وعده آینده میده و معنا میده این معنی که خدا باوری مدل آیا در مورد حقیقت داریم صحبت میکنیم یا در مورد اینکه کدوم مدل حال ما رو بهتر میکنه این دو نه, نه بحث سر تبیینه ببینید بحث بحث روانشناختی محض نیست بحث سر اون چیزی است که بهش میگن قدرت تبیین explanatory power سوال اینه وقتی با دو نظام فکری مواجهید که با یک چالش مواجهند آن نظام فکری معقول تره که قدرت تبیین بیشتری داشته باشه و قدرت تبیین تابعی است از بساف عوامل درست. یکیش اینه که تبیین جامعه تر باشه تبیین عمق بیشتری داشته باشه تبیین ساده تر باشه و و و و همه اون فاکتورهایی که برای قدرت بحث درسته. سر روانشناسی نیست اینجا بحث سر معرفت است و بحث سر قدرت تبیینه اما یه نکته دیگه بگم این خیلی حاشیه است و مته به خشخاشه ولی چون دیدم این تعبیر خیلی به کار میره و بریه جانم به کار برد این رو بگم چون من یه پا در کفش مترجمانم میکنم گاهی از این مته به واژه نچرالیزه ما در فارسی چی ترجمه کنیم من باش با درگیرم و میدونم مترجمه درگیرن. ترجمه, درگیرم. ترجمه رایجی رای؟ که آره همین دقیقا ترجمه رایجی که وجود داره و بریام گفت و عموما هم گفته میشه طبیعت گراییه و به نظر من این ترجمه غلطه چرا چون اگر شما نچرالیزم و طبیعت گرایی ترجمه کنید آنگاه نیچریزم و چی میذارید نیچریزم رو باید طبیعت گرایی ترجمه کرد و حالا من نمیدارم ویدیو از نیچریزم دفاع میکنه یا نه ولی اصلا بحث ما سر نچرالیزم نیچریزم اوناییست که میگن آقا باید طبیعی آمد تو خیابون اصلا باید لباس تن آدم نباشه برهنگیران اونها شاید گفت طبیعت جویان ها شاید. نه آخه ایزم هر دو ایزمه آخر تای هر دو ایزمه پیشنهاد من اینه که حالا من نمیدونم آیا برنامه آزاد میخواد یه برنامه بذاره که بین دو تا یک نیچریست و انتی نیچریس او اون رو نمیدونم اونو باید خودشون در نظر بگیرم ولی ما اینجا بس ما سر نچرالیزم و انتی نچرالیزم نه نیچریزم و انتی نیچریزم. من انتی نچرالیستم و وریا نچرالیسته من در واقع فرا طبیعی باورم و ضد طبیعی باورم و وریا طبیعی پیشنهاد من اینه که نچرالیزم و یا طبیعی انگاری ترجمه کنیم و نیچریزم و طبیعت گرایی یا طبیعی بابر... یا طبیعت باوری یا طبیع انگاری اما این خیلی نکته در واقع مته به خشخاش بود ولی اون در واقع مود ترجمیم مترجمیم نذاشت که اینو نگم اما اینکه بریا یا سجا فقط, بف... فقط تو جوابت اینم اگه میشه لحاظ کن این پاس این سوالا پاسخ بده که آیا خدا من این سوالی است که دیزت فلیپس میپرسه خیلی سوال جدیه که آیا خدا در برنامه اش شر بوده یا نبوده آیا در برنامه ریزی خدا ایجاد شر و در دورنج ایجاد شدن برای عده‌ای وقتی جهان رو درست میکرده خدا این برنامه رو یا این برنامه رو نداشت همین مرسی حتما ببینید اینی که وریا گفت که من به شر ابتدا گفت که به شر باور ندارم اما بعد گفتش که توضیح بیشتری که داد گفت واضحتر شد منظورش چون اون نسخه اولش که مطلق بود اون اصلا دیگه مسئله شر مطرح نمیشه اصلا در هیچ حالتیش مگر اینکه فقط بخواد انسجام درونی خدا باور رو مطرح کنه دیگه خودش نمیتونه چیزی بگه چون خودش نظام شر رو خیلی نداره اما بعد توضیح که داد این بود که من باور ندارم که بدون انسان شر وجود داشته باشه یعنی در واقع شر برساخته است یعنی رئالیست نیست در فلسفه اخلاقش در نظریه ارزشش وریا موزه پذیرفته است به جای انسان بگیم سنتینتا بگیم موجودات تجربه گر تجربه گرها حالا من اینجا یادداشت کرده بودم یعنی تعبیر رو میتونیم منظورم انسان مسیح. و موجودات تجربه گرها بود دیگه منظورم خب آیا این تجربه گرها شامل این که اگر خدایی وجود داشته باشه شامل خدا میشه یا نه چون اول, اول اگر خدا. انسان چون خدا من من دارم میگم شر وقتی معنا پیدا میکنه که بشه تجربه از از تجربه بدی از هستی داشت اگر خدا میتونه تجربه خوب به تجربه بد داشته باشه پس خدا میشه مورال پیشنت آیا خدا مورال پیشنت یا فقط ایجنت من متواجد. میگم انسان هم مورال ایجنت هم مورال پیشنت آخه یه پیام ببین حتی اگر این رو بگی یه پیامیت مهم داره برای موزه تو تو موزه تو رو گرفتار تنش میکنه تصور بکن خدایی وجود داره و هیچ موجود تجربه گری هنوز آفریده نشده در اون لحظه خدا جهان رو میآفرینه خب تو نمیتونی بگی اون لحظه که خدا جهان رو آفرید خیره یا شره در حالی که در توضیحی که دادی انگاری میخوای بگی که اون که خدا جهان رو آفریده شره چون هنوز سنشنتی نیست هنوز موجود تجربه گری نیست که بعد تجربه کنه که بعد بگه بذم من مثال بزنم تو فرزند یاسر میردامادی سوار یه سفینه میشه میره مثل این سریال های جان پیشتازان فضا و وارد یک سیاره میشه اونجا گیاه وجود داره من در مورد گیاه ها فکر کنم معتقدیم که گیاه ها تجربه ای از خیر و شر نمیتونن داشته باشن ماشین بایولوژی کارن فرض کنیم اینو قبول داریم فرض کنیم یه لوله آزمایش میدن به یاسر میگن آقا اگر این رو بریزی توی آب مثل این فیلم پرومیثیس که اومدن یه سری الین آقا یه سری قطره ریختن توی آبای کره زمین اینجا حیات درست شد حیات به گونه موجود یعنی میگه آقا اینجا تو دریا ماهی به وجود میاد بعد از ماهی دوزیستا به وجود میاد بعد آیا این کار رو میکنه یا نمیکنه خب اگر یاسر بگه آقا این مثال با مثال خلقت خدا یکیست است من تو میتونم بفهمم ولی یکی نیست چرا نه آخه چون... نه ببین بریو. چون, چون, این اگر یاسر خلق بکنه اینو من توضیح بدم اگر یاسر اون دلوله آزمایشو بریزه دی ان ای یه سری ماهی رو بریزه تو اینها به ماهی تبدیل بشن بعد حیات به وجود و حیات هم دیگر رو بخوره تیک پاره کنه اون وقت از یاسر میپرسن چرا شما این کارو کردی یا حیاتی به وجود آورد روی سیاره که اینا بزنن همدیگه رو تیک پاره کنن موقع یاسر پاسخ میده نمیدونم که بیشترین خیر بودن موجودات تجربه گر بهتره یا نبودنشون و حرف یاسر درسته چون یاسر که خالق کل هستی نیست ولی خداوند وقتی داره این لوله آزمایش رو میریزه او از قبل میداند که قرارش حجمش اندازه گرفته که چیه ف... این دوتا با هم خیلی فرق میکنه ببخشید بگو ببین من, من برداشتم اینه که وقتی اشکال میکنی به خدا باورا در نظریه ارزش فلسفه اخلاق رئالیست میشی چون اگه رئالیست بشی میتونی بگی آیا خدا کارش درست بود یا نه من همیشه اگر رئالیست نشی اگر رئالیست خب نشی و بگی در واقع خیر و شر بر ساخته موجودات داره تجربه حالا انسان یا اگه موجودات آسمانی باشن اونجا میتونیم بگیم خدا موقعی که جهان را آفریده که هنوز هیچ موجود نیافریده بوده که بعدش خب خیر و شر وسط بیاد این, این حرکت جالبی ولی این نیست من من داری میذاری به سمتی برای که موزه من نیست من نمیگم خیر و شر بر ساخته ذهن انسان است اگر هست. شما دارین میگید بابا نه نه, 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 نه. نه من دارم میگم یه بار دیگه من نوشتم حرفتو نوشتم میگی باور نداریم که بدون انسان شر وجود داشته باشه بعد انسان رو کردی موجودات دارای حس خب سنشن خب این یعنی که موجودات همه تجربه گرها بگیم همه بسیار خب این یعنی که آدم های دارای حس و تجربه هستند که خیر و شر رو برمی و در نتیجه ادراک میکنن نه 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 من میگم بنا به طبیعت ما من برای همینه که اینجا کاملا رئالیستم تا ابجکتیویستم من جو من دارم میگم ابجکتیولی بنا طبیعت ما یک سری چیزها خوب و بده اینو این ازش فراری نیست خب ب... ب... یعنی به گونه فرگشت ما رو درست کرده که همچین یه تجربیاتی میشه خوبی تجربیاتی میشه بعد اینطوری نیست که من دلم بخواد دستمو بذارم رو اجاق گاز متفججشون. بگم نه متوجه شد بگو ببخشید ولی آجان شما ابجکتیویست هستی ولی رالیست نیستی توجه داری که عینیت گرایی با رالیزم من دارم الت... یعنی که مستقل از برساختهای ما اموری به خودی خود خوبند آبجکتیویست یعنی اینکه اون اموری که خوبن یا بدن و ما آبجکتیویستی که رئالیست نیست میگه اموری که بد یا خوبن، حاصل یه نوعی توافق ماست که اون توافق ممکن از وضعیت زیستی ما برآمده بر باشه ولی همچنان اگر ما نباشیم با اون وضعیت زیستی هیچ چیزی خوب یا بد نیست تو در واقع رئالیست نیستی ولی آبجکتیویست هستی آیه من, من یه جمله جمعه... بکنن بحثو چون یه مدارم زمان باشه. طولانی شد و آیه امیری بتونن پاسخاشون ارائه بکنن بله به اساس اگر شما رئالیست نباشی که به نظر میرسه نیستی حتی اگر آنتی رئالیست ابجکتیویست باشی اونجا اصلا در مورد خدا نمیتونه حرف بزنه در مورد خوب و بده یا نه فقط در مورد خدا در مورد وضعیت های پیشا ها انسانی پیشا موجودات داره تجربه که اون وضعیت ها خوبه به وجود آمدن بد به وجود اصلا نمیتونه حرفی بزنی نکته اول و نکته بعد اینه که ببینید دو تا بحث اصلی ما فراموش نشه بحث اصلی ما این نبود که خدا باورا با چالش شر مواجهن یا نه اون که البته که 2500 سال مواجهن بحث سر اینی که از 2018 خدا باورا مواجهن یعنی بخشی از وقتش رو وریاجان صرف این کرد که دوباره همون اشکال کلاسیک رو به خدا باورا خب اینا که بندگان خدا 2500 سال دارن در واقع ورز میان با پاسخ به این پرسش ها بحث سر این بود که یا حالا چه مسئله منطقی شر باشه کمتر که وریا به خوبی میدونه این دیگه اصلا کنار رفته البته یه نسخه های بازسازی شده ضعیفی ازش برگشته ولی تقریبا به طور کامل مسئله منطقی شر پاسخ داده شده خود در طرفتان کلاسیکش اون رو وانهادن و مسئله قرینه شر مسئله قرینه هم پاسخ های خودش رو داره در جای خودش باید بررسی کرد اما یکی از اشکالایی که وریا جا مطرح کرد بازم تاکید میکنم حتی اگر تمام اشکال وریا به من وارد باشه و نشون بده که خدا باورا و مسئله شر این به این معنی نیست که خدا ناباورها با اون نسخه از مسئله شرک ناگاساوا کرد مواجه نیستن کما اینکه اگر من به تمام پاسخ‌هایی رو که اشکاله که وریا به مسئله شر برای خدا باورم میکنه پاسخ بدم بازم لزوما به این معنی نیست که خدا باوری معقول از خدا ناباوری شاید به اندازه معقول باشه یعنی من اگر میخوام از معقولیت معقول تر بودن خدا باوری دفاع کنم باید دو تا کار بکنم یک بعد نشون بدم اشکال هایی که به خدا باوری وارد میشه وارد نیست دو نشون بدم اشکال های دیگه به خدا ناباوری وارده سه اشکال هایی که به هر دو طرف یا مستقل از هر دو طرف وارده برای خدا ناباوری جدیتره اون امکانات پاسخ بهش رو نداره اشکالی که به سمت خدا باور میشه کمتر جدی من امکانات شدم در اون صورت از معقول تر بودن و نکته بعد که معقول تر بودن به منی اثبات و نامعقول بودن به منی ابتال نیست اثبات و ابطال فقط در ریاضیات و منطق ممکنه اونم به صورت اکسیوماتیک یعنی یه اصولی رو موضوعه در نظر میگیریم باهاش اثبات و ابطال رو انجام میدیم اثبات و ابطال یک بار برای همیشه است از دقت و عینیت بالایی برخوردار ولی معقولیت و عدم معقولیت یه امر مقایسه‌ای دائما بازسازی میشه دائما خراب میشه آنچه که من و وریا داریم صحبت میکنیم چون من میدونم که وریا اثبات گرا نیست ابطال گرا نیست منم نیستم معقولیت و معقولیت اما نکته دیگه کرد بکنم اینه که وریا گفت که خدا موظف بهترین جهان ممکن رو خلق کنه این رو در همون مناظری که دو سال قبل هم با وریا جان بحث میکردیم من گفتم بهترین جهان ممکن بیمعنیه ببینید چون فرض کنید تمام خوبی های جهان ان باشه آیا میشه تصور کرد که یه ان به علاوه یک یعنی یک خورده خوبی بهش اضافه کنیم اون جهان بهتری میشه اون وقت آیا میشه اون ان به یک یک تکه دیگه خوبی اضافه کرد بشه ان به یک یک به نظر میشه که ممکنه تا بینهایت میشه این رو ادامه داد این اساس بهترین جهان ممکن وجود ندارد آنچه که خداوند اولش خدا موظف نیست جهان رو بیافرینه خداوند اراده کرده مطابق یک مدل از مدل های خدا باوری خدا اراده کرده جهان رو بیافرینه اما اون ارادهش اگر رئالیست باشیم وریا جان نه نه فقط ابجکتیو اگر رئالیست باشیم در اخلاق که تو نیستی و من هستم اونگاه میتونیم بگیم که خود افعال خداوند هم محل داوری اخلاقی قرار میگن فقط در صورتی که رالیست باشیم میتونیم اینو بگیم اگر کانستراکتیویست باشیم حتی کانستراکتیویست ابجکتیویست باشیم نمیتونیم در مورد خدا داوری کنیم چون خدا بیرون از اون کانستراکشن است اگر رالیست باشیم میتونیم خود افعال خدا رو در معرض داوری یعنی قرار بدیم آنگاه اگر بهترین جهان ممکن ناممکن و بلکه بیمعنی باشه آنگاه خدا باید جهان رو بیافرینه که به قدر کافی درش خوبی وجود داره و نه اینکه لزوما بهترین جهان ممکن رو بیافرینه آیا امیری من سوال یا اشکال آیا میردامادی در خصوص دیدگاه شما دیدگاه ارزشی شما مسئله شر رو میخوام اینجوری بپرسم شما توی توضیحی که دادین یعنی آیه میردامادی اومدن یه تفکیکی کردن گفتن یا ما استدلال شر علیه خدا رو به عنوان یه استدلال در مورد هماهنگی درونی دیدگاه خدا باوران ارزیابی میکنیم مثلا این یا آن آموزه مثلا دینی آیا هماهنگ هست با دیدگاهی که شما در مورد خدا دارین یا نه یا اینکه یک شری رو به عنوان یک مسئله عینی پیدا میکنیم داوری ارزشی میکنیم در خصوصش میگیم این بد است بنابراین نباید از یک موجود قادر مطلق عالم مطلق و خیرخواه صادر شده باشه من به نظرم رسید که شما تو استدلالی که توی دوره قبل داشتین تو مرحله قبل داشتین باز ارجا دادیم به همون آموزه های درون دینی که مثلا فرض بکنید که یه دسته ای از مردم باید باشن که یه دسته ای دیگه رستگار بشن به خاطر یه عده یه عده دیگه مثلا فرض بفرمایید که به جهنم میرن یه چیزای شبیه به این در حالتی که ما رنج رو تقلیل بدیم به نوعی از حس که این حس به خودی خود وجه ارزشی نداشته باشه چطوری میتونیم بگیم که خدا نباید اون حس رو ایجاد میکرد در حالی که به صورت مشخص بیان نکرده باشیم که وجود این حس امر بدی است و این بدی در تعامل و یا ارتباط با یه خیر بالاتری مثلا نبوده و به ارزشی وضع منفی نداشته اینم اگر جزء نکاتتون در نظر بگیریم ممنون میشم و می شنویم نکات شما رو خواهش میکنم ممنون تو خیلی نکات خوبی مطرح شد ببینید این آخری که شما گفتید به به سمت سکپتیکال فیزم شما ما رو میبره یعنی چی دارید میگید شما دارید میگید آقا از کجا میدونین تجربه های بدی که داری اصلا ممکن خیلی بزرگتری پشتش باشه یا اینکه خدا حکمتی دارد که اینها رو انجام داده هم بحث حکمت سکپتیکال فیستا حالا یه جور دیگه میگنش فرق نمیکنه به قول یعنی انگلیسی های پیر که حرف بزنی میگن God ورکس این mysterious وای این جمله رو به شما میگن میگن اراده خدا یک مدلی است که شما خبر ندید رمزی پشتشه خب ببینید اگر قرار بر این باشه که بعضی از تجربه‌های حسی غلط ببخشید دردآور برای من لزوما شر نباشه پس ما در مورد چی داریم حرف می‌زنیم پس خدا تو جهنم چه می‌کنه مگه قرار نیست هی پوست بر ما بر روی و دوباره آتشش بزنه پس ما رو و گرز آتش و اینا چیه؟ همینه دیگه حتی اگر شما بگید آقا این تجربه اگر حسی هم نباشه روانیه بازم فرق نمی‌کنه من یک تجربه منفی از بودنم دارم این لحظه‌ای که هستم یا درد داره منو وادار می‌کنه که بودنم این لحظه رو نخوام یا رنج روانی عذاب روانی میخواد که باعث میشه که من این لحظه رو نخوام هر دوش فرق شما تو زندان انفرادی برید شکنجه روانی بشید از لحظاتتون هر لحظه براتون غیر قابل تحمل باشه میتونید کابلتون بزنن چه شکنجه فیزیکی بشید بازم غیر قابل تحمل باشه هر دوش بده حالا نکته اینه که اگر قرار باشه ما به سمت اسکپتیکو فیستا بریم و پاسخی که اونا میدن که آقا ما نمیدونیم ارتباط خیر و شر در اینجا چقدره، نسبتش چقدره به برنامه خدا چی, چی رو ما نمیدونیم در فیلسوفان مسلمان بیشتر میگن حکمت یعنی بگیم ما یه سری صفات خدا رو میدونیم یه سری صفات خدا نمیدونیم و قسمتی که نمیدونیم اما میذاریم حکمت حالا هر چند تا که هست هر چند تا انگیزه هر چند تا صفت هر چند تا که هست اونها هم حکمته و به خاطر اینکه نمیدانیم پس نمیتونیم قضاوت بکنیم که آیا خدا این شری که در جهان هست کم زیاد قلیل کثیر بدون علت با علت خب یه اشکال جدی که پیش میاد اینه که خب از کجا معلوم که اصلا اگر حساب کتاب کنیم حجم شر جهان خیلی بیشتر از این نشه اینم ممکنه چی گفته که اون برش شما در نه نه من سوالی که, که پرسیدم خب 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 حظ میخوام میانه خب 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 کلامتون سوالی بله 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 که پرسیدم در مورد این که یک شر خاصی آیا به قول شما یا به قول فیلسوفان مسلمان حکمتی دارد یا نه نبود در مورد این بود که باید اون رویدادی که شما بهش اشاره میکنیم به عنوان شر غیر از این که یه وضعیت ابجکتیوی داره مثلا فرض کنید دردآور نمیدونم رنجاوره این باید تو دیدگاه متافیزیکی شما یه وضعیت ارزشی داشته باشه عل. که به با عنوان یک عمل اخلاقی خداوند عمل کننده بر اساس خیر موجودات رو بتونه در موردش یه داوری حالا یا ن نف... من اینجا را م... مثلا بود بله ببینید اگر خدا رو مورال ایجنت در نظر بگیریم اون موقع مشکل شر رو ما میتونیم در موردش حرف بزنیم اگر خدا مورال ایجنت نباشه که اصلا مشکل شر وجود نداره تمام این جهان همون جوری که هست ما چی داریم میگیم میگیم آقا شما یک خدایی رو تعریف دارید میکنید یعنی یاسر عزیز و خدا باب. میگیم آقا یک مورال ایجنت یک عملگرای اخلاقی دارید تعریف میکنید و ما نمیدونیم حتی این رو نمیدونیم که ایشون ام ناچار خلق کرده یا چاره ای داشته میتونست خلق اینا رو نمیدونیم آیا نیچ از درون ایشون میاد یا نیچ بیرون از ایشونه احتمالا یاسر میگه نیچ بیرون از خداست احتمالا نمیگه هر آنچه که خدا بگوید نیک است چون این موقع دیگه نیک هم چیز دل بخوای میشه اونم که هیچی خب پس ما با همچی موجودی طرفیم پس اون موقع من نگاه میکنم بعد میبینم خلقت این آدم رو خلقت این موجود رو با خ... با صفاتش با خیر محض بودنش نگاه میکنم ببینم که آیا این خلقته, خلقته که هست این خلقته رو که میدونم هست این جهان که هست حالا نگاه میکنم ببینم با نگاهی که به این جهان میکنم آیا منطقیه که بگم همچین موجودی جهان رو خلق کرده یا اینکه نه منطقی چیزی دیگری بگم من فیلسوفی نام استیون لو یاسر حتما میدونه قبلا فکر کنم در موردش صحبت کردیم که شما میاد evil و گاد رو میاره یعنی چی تئوری خدای پلید میگه آقا برعکسش درسته شما اول کودکی جوانی زیبایی خوش، خوش، همه چی خوبه بعد بیچاره و بدبخت میشی و پیر میشی انتهاش پلیدیه شما یه ذره, یه ذره خوشی میگیشی که بعد همه عمر درد و رنج بکشی یک خدایی با ما این جهان رو به وجود آورده که از که حجم شرش میشه بس مشکل خیر اصلا وجود داره مشکل شر نیست شما بیاد مشکل خیر رو پاسخ یعنی ما باید بیایم بگیم چرا خیر هست یعنی در حقیقت میشه اون و برعکسش رو نگاه کرد اینطوری رفت جلو. اگر خدای شر رو وجود داشته باشه دیگه, دیگه دیگه, مشکلی نیست ولی مسئله اینه که خدا باوران نمیخوان بگن خدا شره چون خدای شر که قابل پرستش نیست درسته ما میخوان خدایی باشه که قابل پرستش باشه دیگه شر رو که نمیشود پرستید پس یعنی ما اعمال اون خدا رو قضاوت اخلاقی میکنیم میگیم آقا اگر اعمالش اینگونه باشد قابل پرستشه مگر اینکه بگیم نه هر کاری خدا بکنه درسته اون موقع ایرادی که نوح پسر نوح توی قرآن فکر میکنم خود سوره نوح هم باشه اونجایی که میگه آقا پسر منو چ... آقا خدا از خدا میپرسه میگه این پسرم بود دقیقا این آیه ادم نمیاد اه... که خدا بهش میگه آقا جان من بهتر از تو میدم دخالتم نکن حرف نزن دقیق... حالا من دارم مزار خشه میگم ولی خدا میگه آقا من بهتر از تو میدونم دخالت نکن تو این کارها یعنی چی یعنی حق نداری منو قضاوت اخلاقی کنی من هر کاری بکنم خیره این مدل نگاهیه که میگه آقا اگر خدا به تو گفت چمشیر گلوی پسر رو ببری خیر است حتی اگر ابراهیم میبرید گلوی پسرش رو و خدا گوسفندی نمیفرستاد ابراهیم فکر نمیکرد خدا شره چون امکان نداشت ابراهیم گفت این هم پشتش خیری بوده پس کسی که این کسی که نگاهش این باشه که هرچه خدا بگه خیره این آدم دیگه خیر و شر براش بیمعنیه فقط میگه یک سری چیزها رو باید انجام داد قانونه اون که هیچی فکر نمی کنم این رو بگه برای همینه که من میگم آقا نسبت به خدایی که عملگرای اخلاقی است اون موقع همچین جهان رو با از این خدا انتظار نمیکشیم جهان دیگری رو انتظار میکشی. این یه نکته یه نکته هم در مورد بیزا... بگو, بگو، جا بگم یا آقای من بگم اگر یه کوتاه هست بفرمایید سعی کام بگم ببین ببین جان اگر هزینه که خدا ناباوران برای اینکه مسئله شری که علیه خوشبینهای وجودی از میان خدا ناباوران اقامه شده پاسخ بدن اینه که به تعبیر تو اصلا از کجا معلوم شد شر این جهان بیشتر باشه مانا دینا اگه این هزینه است که شما میپردازین مشکل حل میشه ولی هزینه که میپردازین از صورت مسئله بیشتره و اینه که به دامچاله نهیلیزم یا پوچنگاری میفتیم بله شما میتونید بگید که این جهان چون پوچه در نتیجه ما اصلا نظام فکریمون ناسازگار نیست چون اصلا خوشبینی وجودی نداریم که آنگاه اصلا مسئله شرعه ما مطرح بشه اما جالبه که دست کم در د... یک دهه در د... یک صده اخیر به ویژه در نیم قرن اخیر تعداد زیادی از خدا ناباورا برای اینکه خدا ناباوری رو تبدیل به یک گزینه جدی برای بشریت بکنن اون اشکالایی رو که اگر خدا ناباور بشین اون وقت پوچنگار میشین پاسخ بدن تلاش فکری وسیع کردن بگن آقا به حضرت عباس البته از عباس نمیتون بگن فقط از عباس خدا ناباوری به هیچ هیچ انگاری ببخشید هیچ نمواد بگیم چون هیچ لزوما هر هیچی پوش نیست به پوچنگاری نمی انجامد اون وقت شما برای یه اشکال بخوای این هزینه زیاده بدی که دوباره خود نوایی رو ببری تو دامچاله پوچنگاری من فکر کنم هزینه زیادی مشکل رو حل میکنه ولی باید ببینیم هایا به لحاظ فکری این میارزه که اینقدر هزینه بدی مثل اینی که بیماری که میشه با یه قرص سردرد حل کنی وقت شما بری عرض کنم که آنتی بیوتیک بزنی این در درازمدت واقعا آنتی بیوتیک هم بی اثر میشه همین <تصحنت> 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 <متضحنت> <تصحنت> <تصحنت> برسی ولی یه فرض اینجا در نظر گرفتی تو و اون فرض چیه که میگه آقا همین حرفی که لینکریک کریک میزنه تو مقالش absurdity of لایف without God میگه بیهوده بودن چجوری میشه بیهودگی اما نمیدونم absurdity رو چی ترجمه میکنن زندگی بدون خدا و حرف کسایی مثل لنکرگ دقیقا همینه که آقا بدون خدا زندگی پوچ است بدون خدا زندگی بی‌معناست و پوچه و احمد اصلا من چرا باید کار خوب بکنم خب من یه پاسخ خیلی ساده به این میتونم بدم نه من, من ببخشید اصلا... می... اصلا... اشکال من نبود اشکال من سر هزینه فایده بود خب اگر من که... که... من بپذیرم که من به عنوان خدا باور. اگر بپذیرم در جهانی که این جهان شرش هم خیلی بیشتره به قول این هست... میشه خب این خو... 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 میشه خب البته که میشه, خو... 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 ابزرد میشه. خو... جهانی که شرش عل... الان جهان... میگم چرا نیست جهانی که, نیست. جهانی که شرش بیشتر از خیره یعنی خیر توش استثنائه اصلا چرا من باید کانتریبیوت کنم چرا من باید اون ذره خیر این جهان زیاد کنم این جهان اصلا به لحاظ سیستماتیک شره این خب، پوچنگارانه خب، خب،, خب،, خب, خب خب خیلی ساده است من دارم میگم آقا من در این جهان آمدم قرارم نبوده که من توسط یک موجود با قرضی بیام تو این جهان هیچ قراری نبوده الان هستم الان حق انتخاب دارم که این جهان رو جای بهتری کنم یا جای بدتری کنم بر اساس تعریف اتفاقا من اینجا کاملا مرور رشتو نیستم میگم بر اساس تعریف عقل به من میگه که به سمت خیر حرکت کردن درست است به سمت شر حرکت پس وقتی به سمت درست حرکت میکنم زندگی من میشه حالا یه پاسخی که من میتونم بدم به این داستان اینه که امسال م... لینکریک و دیگران فکر میکنن آقا یک کازمک گود باید باشه این یک لول کیهانی نیچی باید باشد یک قرض نهایی و کیهانی باشه که معنادار بکنه چرا من هنوز فرق میکنه که یک کودکی که داره بهش ابیوز میشه کتک میخوره از پدرش مثلا من جلوی او رو بگیرم و یا اینکه نگیرم این دوتا با هم فرق میکنه در زندگی من تاثیر دارد در زندگی پدرش تاثیر دارد در زندگی اون کودک تاثیر یک تاثیری دارد لول جهانی نداره قبول لول کازمیک یونیورسال نه. به صورت کل عالم رو شامل نمیشه ولی یک, تق... یک تأثیری داره پس پوچ نیست من اصلا باور ندارم که فکر نم... من فکر میکنم میشه دفاع کرد از جهانی که خ... طبیعتگرایی درش خدایی خداییم نداره ولی هنوز حرکت کردن به سمت خیر با معناست هنوز به من یک انگیزه ای میده برای هستی پس همین معنی میشه معنای زندگی ولی دا... حالا از این رد بشیم ام... اون چیزی که من میخواستم بگم در چون من, من که کانام کانتنتیویست هستم یعنی برای دوستانی که گوش میدن بگم یعنی گزاره های اخلاقی تروث ولیو دارن درست و غلط دارن از نظر من اینطوری نیست که درست یه سری فیلسوفانی هستن فیلسوفان ایفیست یا مثلا مثل ایر رو دیگر اینا اصلا کانتنتیویست نبودن من اصلا هم مسیر اونها نمیرم و در باب عقل اخلاقی هم من اینجا خودم رو مورو راشنالیست میدونم را 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 می از این معنا که گفتم آقا بنابر طبیعت من من باید این جهان رو گونه که هست ببینم یک سری حقایق چجوری بگم به صورت ذاتی در دل این جهان هست به مدلی که قوانین فیزیک کار میکنه مدلی که بدن من کار میکنه حالا من برای اینکه بفهمم در یک لحظه بهترین تصمیم چیست اون میشه تصمیم درست بهترین تصمیم از نظر اخلاقی که یک هدفی هم داره به سمت ول well بینگ اون موقع من دارم عقل میورزم دیگه دارم عقلانی رفتار میکنم بس... یعنی من دارم از یک نوع پروسیجرال ریلیسم صحبت می‌کنم. شاید یه ذره با اون عقل مدل عقلانیت کانتی فرق میکنه این پروسیجرال ریلیسم میشه حالا بعداً در موردش صحبت کنیم من هنوز خودم رو عقلگرا میدونم و هنوز فکر میکنم عقلانی که به سمت خیر باید حرکت کرد وقت میانه حق میان میان بریا جان چون تو استدلال تو اینکه آدمی داره حق انتخاب خیلی پررنگ بود ولی من میدونم که تو به اراده و اختیار قائل نیستی <applause> من من که سازگارگرام من که باور دارم که جبر و اختیار با هم جمع میشن حالا میتونیم در مورد سازگارگری صحبت کنیم پس ما اختیاری که نداریم جهانم که کر و کوره احتمالا این شروع این, ساز... این جهانم از خیرش بیشتره خب من با چی باید فکر کنم که دارم فکر میکنم که کار خوب بکنم آقا از نظر اولا که حتی اگر من جبر مطلق بهش من که به جبر مطلق اونطوری با من سازگارگرام ولی دوستانی که سازگارگرایی رو نمیدونن من حالا وارد بحث سازگارگرایی نشیم ولی من باور دارم که جبر و اختیار با این که یک نوع از دیترمینیسم یعنی اتفاقات پشت سر هم باید بیفتن که یک سری اتفاق بعدش بیفته من باور به این ندارم که قوانین فیزیک تو مغز من میشکنه من به هم چیزی باور ندارم چون اختیار خود به خود ما رو به این مسیر میبره که قوانین طبیعت در در مغز ما میشکنه من به این باور ندارم ولی فکر میکنم می شود به گونه جبر اختیار رو با هم جمع کرد که حالا بعد میشه جاش تو جایی توضیح بدیم ولی حتی اگر دیترمینیسم یا جبر مطلق برقرار باشه به این معنا نیست که حتی اگر جبر مطلق باشه هیچ فرقی نداره که یک آدمی که داره ب... ب... پلیدی انجام میده با یک آدمی که داره نیک انجام میده من هنوز میتونم نیک ببینم میگم این چه این بده اون بیچاره که داره پلیدی انجام میده درگیر جبر تاریخ ولی اگر من به توانم از شر هستی کم کنم از جبر تاریخی شر دارم کم میکنم خود به خود به یک اد... اصلا من شما رو... کم نمیکنی اولش مسئولیت اخلاقی نداری یعنی کار درست انجام بدی شایسته تحسین نیستی کار بعد انجام بدی شایسته مجازات نیست چون اختیاری نداری خب من من میخوام اینو بگم به مخاطبان گرامی خب یعنی در م... من من اتفاقا باور دارم که مدر نچرالستیک در نهایت نه اینکه هر کی نچرالیست نهیلیسته هر کی به اراده ب... و اختیار باور نداره نه ولی به نظر من نچرالیسم تهش به نهیلیزم به نفی اراده و اختیار ختم میشه و اگر ما به معناداری هستی باور داریم و به نوعی به اراده و اختیار انسان باور داریم تبیین فراتا تبعید باورانه سوپر تبیین بهتری است این این من, من س... یه بکنم اه... من, من, یه سوال بکنم من. یه سوال خیلی سریع الان یاسر جان اگر خدا اگر الان چه میدونم یاسر امشب رفت چهار تا مقاله جدید خون که نخونده بود فردا خدا باور شد آیا فردا هنوز انگیزه ای برای اخلاقی بودن یاسر داره یا نداره من فکر می کنم داره در مدل تو من بر آقا... تقدیر ژنتیکم نوشته شده بود که در 43 سال و نیمگی با خواندن فلان مقاله خدا باور بشم نه شایسته تحسینم نه شایسته ملامت نه نه, نه 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 من دارم میگم اگر یاسر خدانا باور بشود آیا هنوز الان خودتو در این موضع بذار که الان من خدا نباور شدم آیا هنوز بین دزدی کردن و دزدی نکردن بین دوست دوستی و دشمنی بین عشق ورزیدن و نفرت ورزیدن فرقی داره برای یاسه حتما یاسه فرقی, فرقی براش داره اگر فرقی بگذارم شایسته تحسین نیستم چون اینجوری در واقع مدل شدم ذهن من اینجوری ساخته شده فقط, فقط در, سو... سو... در حالت حتی... ارادو... من اراده من, من که اینو نمیپذیرم که شایسته تحسین نیستیم چون من هنوز فکر می کنم من 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 ساختار سازگارگرم ولی حتی اگر شایسته تحسین نباشه مگه باز به این معنیه که درست و غلط وجود نداره چرا دیگه تو دا داره دیگه هنوز هنوز یک چیزهایی ما رو به سمت نیک میبره یه چیزهایی ما رو به سمت سمت شر میبره اگه از... از... موافقین از... ما وارد بحث جبر و اختیار نشیم چون خودش یه دامنه مفصلی داره میتونیم به نظرم در موردش یه گفتگوی دیگه برقرار کنیم اگر موافقین آقای میردامادی یه قدری هم از اون مسئله اول فاصله گرفتیم که مسئله شر و خدا ناباوری بود یه جمعندی داشته باشید و بعدش جناب آقای امیری بله ادعا, ادعا این بود که نسخه ای از مسئله شر وجود داره که هم علی خدا باوری مطرح میشه و هم علی خدا ناباوری و اون نسخه نسخه بود که یوجین ناگاساوا در 2018 در مقاله اثرگذاری اقامه کرد نسخه جدیدیه هنوز باید دید که چه نقد هایی برش منتشر خواهد شد در اون میگفت که اگر خدا نا... چون همه خدا ناباوران پوچ انگار نیستن یعنی بدبینی وجودی ندارن که جهان جایی است که کاش نمی بود و از وجود داشتن خودشون ناراضیان بله خدا هستن که به این معنا بدبینی وجود دادن یعنی پوچنگاره. اما بسیاری از خدا ناباورها خوشبینی وجودی دارن یعنی معتقدن با وجود همه شروری که در این جهان هست و رنجهایی که هست جهان جای خوبی است و از بودن خودشون راضیان و میخوان به خیر این جهان بیافزاین و وریا هم تو که اشاره داشت خودش جز خدا ناباورانی است که خوشبینی وجودی داره اون وقت اشکال این است که این خوشبینی وجودی با شر سیستماتیک نمیخونه یعنی نه شر که در اینجا و اونجا یه سیلی میشه زلزله میشه اینجا یه قارتی میشه اشکالی میشه استبدادی میشه نه اصلا تار جهان گویی طوری تنیده شده که جز با درد و رنج استمرار نهادینه و سیستماتیک نمییابد چنین شر عظیمی توضیحش به لحاظ هستی شناختی بسیار دشوار ادعای ناگاساوا این بود که امکانات متافیزیکی به طور خاص هستی شناختی برای مواجهه با شر سیستماتیک بیشتر بود وریا به برداشت من توضیح تلاش کرد یک توضیح ریداکشنیسی بده توضیح فروکاست گرایانه بده و بگه که در واقع خدا نیازی به توضیح هستی دیدگاهش نداره در واقع تنش رو اینطوری رفت کنی که بگه که در واقع با یه ای ای اگناستیسیزم رفت کنه اما در واقع اگه کسی اگناستیک باشه در واقع خوشمینی وجودی نمیتونه داشته باشه خوشمینی وجودی در واقع یک نوع خروج از اگناستیسیزم نسبت به هستی بحثی که با هم داشتیم در مجموع من قانع نشدم اما معتقدم که انقدر این بحث جدیه یعنی اگه 2500 سال خدا باورا وقت داشتن که به مسئله شر جواب بدن پا خورده یه 2500 سال هم بعد به خدا ناباورا وقت داد که در واقع پاسخهای خودشون به مسئله شر رو ارائه بدن خیلی ممنونم بسیار خواهد امیری خواهش میکنم من ده... اولا در مورد این مرسی یاسر عزیز و تشکر از شما واقعا من اتفاقا من باور ندارم فکر میکنم جدی نگرفتن زیاد ناگازاوا رو حالا این شوخی بین خودمون باشه من فکر میکنم ناگازاوا یک یه جایی پیدا کرده کردن کتاب یه چاپ داره میکنه جدیدن روش دیگه تبدیل شده به یک ترندی براش چون من اصلا میبینم خیلی خیلی چیز شد جدید گرفته نشد این داستان حالا ممکنه بعدا بیشتر جدید گرفته بشه من فکر می کنم ایراد ایراد خوبی نیست خب یه چیزی در مورد جبر فقط جبر اختیار چه درست باشه چه غلط باشه فرقی نمی کنه باور من به جبر اختیار باور من اون باور من غلط باشه میتونه باور من درست باشه مهم اینه که هنوز درست و غلط هست ممکنه من واقعا اختیار باشه ممکنه واقعا انتخاب این که من باور دارم اختیار هست یا جبر هست که فرقی نمی کنه. من بالاخره هنوز باید انتخاب کنم ممکن توهم اختیار باشه ممکن واقعا اختیار باشه نمیدونم ولی بالاخره باید انتخاب کنم پس این این فکر میکنم ازش رد بشیم یه نکته فقط در مورد اه، اه، کل دوتا تا مدل بگم دلیل اینکه من میگم این مدل به طبیعت گرایی صدمه میزنه نمیزنه چیه برای اینکه طبیعت گرایی لازم نیست توضیح بده که اگر خدایی هست چرا اصلا خلق کرد حالا که خلق کرد چرا شر توش هست حالا که شرطش هست آیا شر گذافه یا شر غیر گذافه این مثال هایی که برای شر گذاف زیاد میشه آورد که حالا من دیگه امروز نگفتیم که به نظر میاد شر که حتی اگر شری تو این جهان باشه ممکن به نظر میاد شر گذاف هست شر بیهوده هست که یه جاهایی هست که هیچ هیچ فایده ای نداره این شر یعنی طوری نیست که من چه میدونم افسورده بشم بعد به خاطرش برم ورزش کنم بگم این افسوردگی به من کمک کرد شر گذاف هست اینم از این بگذریم حالا من میگم اینا رو لازم نیست طبیعت گرا پاسخ بده لازم نیست من همه اینا رو پاسخ بدم من فقط لازم بگم که آقا آیا برای بودن در این هستی بهتره که انگیزه داشته باشم برای باقی موندن یا نه من اینو فقط باید پاسخ بدم باید بگم آقا حالا که خدایی نیست آیا بهتره من افسرده بشم پوچگرا بشم و برم به سمت بیتفاوتی حرکت کنم یا نه بهتره که این جهان رو تغییر بدم بهتره که اتفاقات من میگم دومی بهتره یعنی میگم تنها چیزی که باید پاسخ بدم به عنوان یک طبیعتگرا اینه ولی یک خدا باور چی باید پاسخ بده باید در مورد وجود شر انواع شر چرا خداوندی که خیر درش هست شر خلق کرد آیا خیر بیرون از خداست یا خدا میگه خیر چیه مشکل یوسیف رو آیا صفاتی خدا داره که خدا رو خیر میکن. همه اینها رو باید پاسخ بده آیا اخلاق گزارهای اخلاقی رو من با عقل کشف میکنم یا خدا به من یا خدا اینها رو گذاشته همه اینا اینا باید پاسخ داده بشه که خب پاسخ پس پس, پس مدل خدا باوری حتی اگر امید میده به یک خدا باور هنوز میتونه این امید امید باهی باشه هنوز میتونه این امید امید مثل سراب باشه حالا اون آدم حالش بهتر شده ولی خب, خب مهم نیست اگر بحث حقیقته من میگم مدل خدا باوری هنوز نسبت به طبیعت گرایی هنوز خیلی خیلی پیچیده تره تناقضاتش بیشتر خود حکمت یک تناقضه حکمت یعنی چیزی که نمیدانیم ما یک چیزی در مورد خدا که نمیدانیم مجهول اسمش گذاشتیم حکمت من تو طبیعت گرایی چیزی ندارم من نمیگم چیزی رو نمی دانم ولی باید درست باشه پس پس طبیعت واقعیتگرایی هنوز چیزاش کمتره مفروضاتش کمتره مجهولاتش کمتره تناقضاتش کمتره پس بر طبق خود آنچه که یاسر گفت هنوز به نظر مدل قابل اعتماد تریه و ایرادی که ناکازاپا میگیره بازم من هنوز از نظر من بیشتر ایراد به خوشبینی طبیعت گرایانه که تازه بازم میشه داد که چرا باید خوشبین بود به این نیست که چرا طبیعت گرایی غلط است و خدا باوری بهتر میشه این رو به نظر من نشون نمیده من دیگه سخنم تمام مرسی دست شما درد نکنه جامعه میردامادی جامعه امیری جامعه میردامادی در, در اول صحبتشون توضیح دادن که چرا چنین گفتگوهایی مهمه بالاخره صحبت از خدا و اخلاق و عدالت و در همه و پود جامعه حتی تو بحثای اقتصاد و توسعه و مباحث دیگه ریشه داره ولی خب یه قدری شاید این روزها تو جامعه ما کمتر شده باشه البته امید میره با توجه به اینکه رنج های بالاخره هستی شناختی هم داره افزایش پیدا میکنه معمولا تو این ایام این بحث هم مجدد گل میکنه بالاخره ما لازم داریم که گفتگوی جدی بکنیم در خصوص این موضوعات هم به خاطر اهمیت ذاتیش هم به خاطر اثراتی که تو حوزه دیگه میذاره من خیلی استفاده کردم از توضیحات چای میرزا من, اینم اضافه امید. کنم من خدا ناباوریم که حالا ممکنه خیلی هم شبیه من باشن من هنوز دلم میخواد خدا باشه ها. مثل مثلا گاف یا خیلی فیلسوفای دیگه من دوست داشتم خدا باشه هنوز که هنوز گاهی کلیسا میرم زیادم میرم میشینم اونجا ولی خب نیست دیگه چیکار کنیم نشدیم. حالا نشدیم بله یه تقریبا یه دو ده هست منو و با هم دوستیم یا دو ده دیگه دوستی کنیم ببینیم بالاخره یا من آی تیست میشم <applause> یا او تیست میشه خیلی <applause> زحمت کشیدین دستتون درد نکنه امیدوارم برای کسایی که بحث و دنبال کردنم مفید باشه خسته نباشید خدا نگهدارتون باشه